خب سلام به شما بینندگان عزیز و امیدوارم که امروز در خدمت شما باشیم تا دقایقی که آقای شهید قرار هست گزارششون رو بخونن و بعد از اون مقامات ایرانی جواب خودشون رو به آقای شهید در شورای حقوق بشر در ژنو بدن. با خانم دکتر مهرانگیز کار هستیم اینجا که در خصوص این گزارش صحبت بکنیم در مورد جواب ایران و در مورد چشم‌اندازهای پیش رو، تحولاتی که به هر حال پیش رو خواهد بود بعد پس از این اعلام این گزارش و اینکه وضعیت چطور خواهد در ماه‌های آینده و چه تأثیری روی وضعیت حقوق بشر این گزارش خواهد داشت. خانم کار، به نظر شما این گزارش آقای شهید، گزارش سومشون، چه ویژگی‌های مثبتی داشته، چه بخشایی رو بهش تازه پرداخته بودن و در کل شما چجوری ارزیابیش می‌کنید؟ و من تصور میکنم این تفصیلی ترین گزارشیه که تاکنون آقای احمد شهید ارائه داده و امروز ارائه میده به شورای حقوق بشر در ژنو. مواردی که در این گزارش ذکر شده خیلی از دفعات گذشته به نظر میرسه که روند تکاملی رو در پیش گرفته، بهتر از گذشته. اسنادی که ارائه داده، یعنی اگر که مثلا این گزارش 76 صفحه است ولی 50 صفحه اسنادی است که آقای شهید به صورت یه بخشی از این گزارش آورده، به طوری که دولت ایران خیلی عجیبه اگر که امروز اعلام کنه که مثلا این گزارش مستند نیست و انشاست و فرضاً فقط مصاحبه با افراد یا تشکل‌های خاصی است. مصاحبه شوندگان یا زندانیان بودند و هستند یا کسانی که قبلاً زندانی بودند یا خانواده‌های اونها، و در همه حال مستندات صحیحه، ولی با وجود این نظر به اینکه تاکنون دولت ایران اجازه نداده به آقای احمد شهید که وارد ایران بشه، به نظر ما اگر که آقای احمد شهید بتواند بعد از این گزارش زیر فشارهای بین المللی البته دولت ایران رو متقاعد کنند که بره به ایران و در ایران در صحنه گزارش دیگری تهیه بکنه، حتما اون گزارش از این گزارش جامع‌تر خواهد بود. ولی در فرض حاضر این گزارش در برگیرنده موارد خاص تازه ای هم هست، تأکیدش بر حقوق اقوام، تأکیدش بر آزادی مذهب، تأکیدش بر آزادی در انتخاب مذهب، تأکیدش بر حق مردم برای اینکه تبلیغ بکنن عقاید خودشون رو، تأکیدش بر اینکه انتخابات باید آزاد باشه، مخصوصا در این بخش خیلی تازگی داره و توجه داده که در شرایطی که آقای کروبی و خانم رهنورد و آقای موسوی در این وضعیت خاص حبس هستند یا سازمان‌های سیاسی قادر نیستن فعالیت کنن، اجتماعات قادر نیستن برپا بشن، فعالان از همه حوزه‌ها در معرض تهدید هستند، خب طبیعی است که همه اینها تهدیدی خواهد بود در برابر انتخابات آزاد، به علاوه اون تهدیدهایی که در خود قانون انتخابات ایران وجود داره و محدودیت به وجود میاره برای بسیاری از صاحبان اندیشه و فکر سیاسی در ایران که نتوانند اساسا در انتخابات شرکت کنند. و موضوع مهم دیگری که تازگی داره در این گزارش توجهی است که آقای احمد شهید به تحریم‌های اقتصادی کرده، تحریم‌های بین‌المللی، و این توجه یک توجه همه‌جانبه است، به این معنی که از یک طرف از سازمان ملل متحد درخواست کرده، این معنی که از یک طرف تأکید کرده که خوب از سازمان ملل متحد وارد یک مطالعه و بررسی بشه پیرامون تأثیر تحریم‌ها بر وضعیت کلی و عمومی مردم ایران و نتیجه مطالعات
سازمان ملل در اختیار جامعه جهانی قرار بگیره و از طرف دیگه دولت ایران رو بر پایه امضایی که زیر میثاق‌ها داره، مخصوصا زیر میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، مکلف دونسته که تا اونجایی که مقدور هست حمایت بکنه و حفاظت بکنه از حقوق اقتصادی مردم ایران، حتی با وجود این فشارهای بین المللی. بنابراین این نگاه دو جانبه و همه سویه به موضوع تحریم ها به نظر من یک هوای تازه‌ای به این گزارش داده که اساساً بحث تحریم ها رو به صورت رسمی وارد بحث های حقوق بشری کرده که از این به بعد یقیناً گسترده خواهد شد. به نظر من نکات خیلی خوبی رو اشاره کردین شما. یکی از مواردی که دولت ایران در تقریبا سال گذشته دائما تاکید کرده مسئله تحریم‌ها و حقوق اجتماعی اقتصادی مردم هستش که گفته میشه که چرا آقای شهید به موارد نقض حقوق بشر و آزادی سیاسی مدنی اعتراض میکنن، ولی مثلا موضوع تحریم‌ها که باعث این میشه که مردم ایران در رنج و عذاب باشن و حقوق اقتصادیشون و اجتماعیشون، رشد و توسعهشون نادیده گرفته بشه، در نظر گرفته نشده. به نظر من جواب آقای شهید که مطرح کردن خب جواب خیلی صاف و روشن و متقنی هستش و اینکه حقیقتش در مورد موضوع تحریما آقای شهید نمیتونن خارج از کشور تحقیق بکنن و اگر دولت ایران واقعا نگرانیش هستش که مجامع بین‌المللی و به نظرم یکی از مکانیزم‌های مهم همین آقای شهید هستش بخوان رو بحث تحریم کار کنن، اولین کاری که هست اگر این واقعا صداقت دارن که میخوان روی مسئله کار بشه، اولین کار این هستش که آقای شهید وارد ایران بشن و در خصوص تبعات تحریم در داخل کشور و در گفتگو با مردم و در گفتگو با گروه‌های آسیب‌پذیر این کار را انجام بدن. به نظرم این یکی از مواردی هستش که توجه خیلی از دیپلمات‌ها رو در ژنو هم جلب کرده که خب اگر شما مسئله تحریم براتون مهم هست چرا اجازه نمیدید که آقای شهید وارد ایران بشه. نکته دوم که به نظر من خیلی جالب بود در گزارش و شما هم اشاره بهش کردید در خصوص این هستش که اولا گزارش چهارمشون بودش و این پایدار بودن در این که به هر حال گزارش ها رو پشت سر هم به صورت خیلی برنامه‌ریزی شده و به صورت خیلی سازماندهی شده و منظم انجام بدن. در این گزارش 169 مصاحبه انجام شده. دولت ایران در جوابیه‌ای که به آقای شهید داده بار دیگه تلاش کرده که صحت و اعتبار این مواردی که در گزارش مطرح شده رو زیر سوال ببره و بگه که این ادعاهایی که آقای شهید کرده در خصوص موارد مشخص نقض حقوق بشر اینها بر اساس گفته‌ها و داده‌های سازمان‌های حقوق بشری هستش که از نظر اونها معتبر نیست و یا رسانه‌های بیگانه و اینجور چیزا، که آقای شهید تصریح کرده که خیلی از این مصاحبه‌ها به صورت دست اول انجام شده. این به این معنی هستش که تیم آقای شهید در جای مختلف آمریکا و اروپا قادر بودن که در طی مدتی که برای این گزارش داشتن اینها با عرض حضورتون که افراد مختلفی در داخل کشور صحبت بکنن و در این حال بتونن که شهادت های اونا رو بگیرن. در این گزارش مثلا به شهادت برخی از روزنامه‌نگارها اشاره شده که از زندان آزاد شدن یا در حال در مرخصی بودن تونستن صحبت بکنن و این نشون میده که به هر حال یک دینامیک خیلی زنده‌ای هست بین گروه آقای شهید و افرادی که حقوقشون در داخل کشور نقض شده و به نظر من نشون دهنده اینم بازم هستش که خیلی از کسایی که حقوقشون در ایران نقض میشه، خیلی از کسایی که به زندان میافتن حقوق اجتماعی سیاسیشون برای نقض میشه، اینها برای آقای شهید اعتبار قائل هستن و به نظر من ریسک میکنن که در داخل کشور بیان و با آقای شهید به هر ترتیبی که هست تماس بگیرن یا نامه بنویسن یا شهادت نامه خودش برایشون بفرستن و این برخلاف نظری هستش که آقای لاریجانی و تیم همراهشون در ژنو دارن که آقای شهید اعتباری ندارن یا گزارشاشون بی اعتبار هستش و تحت تاثیر کشورهای مثل آمریکا هستش که خب به نظر من خب همین 169 مصاحبه خیلی واقعا به نظر من ابعاد خیلی زیادی هست و این خودش یکی از ویژگی‌ها هستش که به نظر من در گزارش دیده میشه و دست مریضات باید گفت حقیقتش به این که یک تیم کوچیک میتونه که در یک مدت کوتاهی یک همچین گزارشی رو
با در خصوص ابعاد مختلف نقض حقوق بشر، همونطور که شما گفتید، از اقوام گرفته تا حقوق آزادی، حقوق سیاسی مدنی، تا بحث آموزش، زنان و حوزه‌های مختلف، آزادی بیان، و اینا همه درش مطرح شده و کیسا و پرونده‌های مشخص اومده توش مطرح شده و این نشون میده که به هر حال این سازماندهی خیلی منظمی داره گروه‌های شهید. و ادعاهای ایران در خصوص این که مثلا آقای شهید دسترسی نداره یا خارج از ایران هست یا تو ایران نیست، چجوری تونست این کارا رو بکنی، این ادعا واقعا دیگه خریداری نداره. ما در دنیای زندگی نمی‌کنیم که مثلا حالا اگه آقای کاپیتور نیست یا گزارشگری دیگه نیستن که مثلا اگه حالا نرن ایران دیگه نشه اطلاعات رو گرفت. اتفاقا به نظر من اگه حالا میخوام که خود راحت‌تر هم دمش حرف بزنی، حقیقتش به نظر من برای خیلی از فعالای حقوق بشر راحت‌تر است که آقای شهید خارج از ایران گزارش تهیه بکنه. چون که اگر آقای شهید تصورش بکنی، حالا شما من بگین، خودتون تجربتون رو به من بگین یا دوستانتون که کسایی که داشتن، حالا بعد از اینکه من این حرفو زدم، که اگر آقای شهید میرفت ایران و می‌خواست با افراد صحبت بکنه، برای افراد حتما خطر ایجاد می‌شد. اینجوری نبود به نظر شما؟ حتما اینطور بود. ولی حالا حتی در این فرض هم که آقای شهید نمیتونه بره ایران و نرفته ایران و این گزارش مستند رو تهیه کرده، یک نکته بسیار جدیدی رو در این گزارش آورده که حتما شما خیلی بهش توجه دارید، و اون گزارش اقدامات تلافی جویانه است که دولت ایران داره عمل میکنه بهش در مورد کسانی که مستقیما با آقای احمد شهید در ارتباط قرار گرفتن، ریسک کردن، و ایشون از اون ریسک حرف میزنه که حتی از طریق فضای مجازی هم که احتمالاً با آقای احمد شهید صحبت کردن، اینها چقدر متحمل شکنجه شدن بعدن در سلولهای انفرادی. برای چی؟ برای اینکه اون آدم مثلا گفته من در زندان در این شرایط قرار داشتم. و آقای احمد شهید به صورت بسیار به نظر من زیبا و شفافی به یک حق جدید، البته حق جدید نیست ولی واگوییش جدیده به عقیده من، توجه داده که مردم در سراسر جهان حق دارند که با مکانیسم های حقوق بشری کار بکنند و هیچ وقت نمیشه در یک کشوری همکاری شهروندان رو با مکانیسم های حقوق بشری و ابزارهای حقوق بشری از مصادیق جرم و جنایت تلقی کرد و اونها رو تنبیه کرد به خاطرش، در حالی که تعداد زیادی رو اسم برده ایشون تنبیه کردن. خانم خارب، اون موضوعی که خدمتتون عرض کرد در مورد این که افراد این افرادی که اگر آقای شهید ایران بودن، به نظر شما تبعاتش چی بود اگه واقعا میخواستن با افراد برن صحبت کنن؟ اگه این حکومت ایران که الان افراد یه مقاله می‌نویسن یا رو فیسبوکشون میان یک چیزی رو لایک میکنن و یا شیر میکنن، به اشتراک میذارن و تحت تعقیب قرار میده، به نظر شما اگه افراد مثلا میخواستن برن تو دفتر آقای شهید یا اونجای هتلشون باشون صحبت کنن، به نظرشون این تبعات داشت براشون؟ یعنی که اصلا افراد راغب بودن که چنین کاری انجام بدن یا ترجیح میدن که ایشون اصلا خارج از ایران باشه که بتونن اینجوری راحت‌تر ارتباط مطمئن‌تری باشون داشته باشن؟ خب به نظر من در حال حاضر، در فرض حاضر، افراد ترجیح میدن که بتونن در با روش‌های اینکه امنیتشون رو بیشتر تأمین میکنه گزارشگر بشن. ولی من معتقدم کسانی که تو زندان‌ها هستن الان در ایران، مثلا توی زندان‌های اساساً غیر قانونی که مسئولیت شرایط این زندان‌ها رو به عهده دارن، خب مردم ایران لابد و مخصوصاً زندانیان علاقمند بودن که آقای احمد شهید میتونست بره تو زندان. ولی به فرضم که میرفت تو زندان، به نظر نمیرسه که در شرایط کنونی به غیر از معدودی که دیگه از جانشان میگذرن با ایشون به راستی وارد گفتگو بشن، و به نظر نمیرسه حتی دولت ایران میگذاشت این اتفاق بیفته به فرض هم که آقای احمد شهید بره به ایران. در مجموع وقتی نگاه میکنیم، دولت ایران داره با ممانعت از حضور آقای احمد شهید در محل کارش که باید گزارش نویسی بکنه دربارش، به خودش صدمه میزنه و اعتراضاش هم وقتی که گزارشگر رو راه نمیده به ایران، حتی به فرض اینکه
به فرض اینکه جهت و جنبه اوغلایی هم داشته باشه، گوش شنوایی در جهان نخواهد بود، برای اینکه بهش خواهند گفت خیلی خب اگر به همه اینا معترض هستی، خب بتونی اجازه بدی آقای احمد شهید بره و این موارد رو نگاه کنه و بعد بیاد بگه در این موارد فرضاً گزارش هایی که من رسیده بود غلط بود. پس از هر زاویه‌ای که به موضوع نگاه بکنیم، دیپلماسی دولت ایران در این مورد دیپلماسی ناموفقیه، حتی بلد. برای ثبات خودش. خیلی نکته جالبی هستش، به خاطر اینکه حالا افرادی که از همکنون دارن این برنامه رو نگاه میکنن، این ما در واقع در انتظار هستیم که آقای شهید در جلسه در مقر سازمان ملل، در جلسه شورای حقوق بشر بیان گزارششون خودشون رو بخونن تا دقایق دیگر، و بعد از اون مقامات ایرانی البته جواب خواهند داد. یه موضوع شما اشاره کردیم به مسئله دیپلماسی دولت ایران و اینکه ایران در طی این دو سال گذشته چجوری پاسخ داده به گزارش های آقای شهید. من که از اول دنبال میکردم، خیلی نکته جالبی هستش که آقای شهید در این حکومت ایران در اولین گزارش پاسخی در واقع نداد، و وقتی که در نیویورک اومدن آقای لاریجانی بعدش گفتن که ما جواب دادیم از این حرفا، ولی پاسخی به موارد مطرح شده ندادن. یعنی از اول جدی نگرفتن که اساسا این مکانیزم در شورای حقوق بشر میتونه که جدی، یعنی به هر حال بتونه بر علیه کشور عمل بکنه و اونا رو به پاسخگویی واداره. در گزارش دوم و سوم بود که دیدیم که دولت ایران یواش یواش شروع کرد که در 15 صفحه 20 صفحه پاسخ بنویسن و در مهلت مقرری که داشتن برای آقای شهید و سازمان ملل بفرستن. در اون دو تا گزارش ما دیدیم که به هر حال ایران کلیات دستور کار رو زیر سوال می‌بردن و مأموریت گزارشگر ویژه رو به لحاظ اصولی و قانونی در شورای حقوق بشر زیر سوال می‌بردن و به طور کلی شعارگویی‌هایی داشتن در واقع در خصوص مواردی که ذکر شد. اما در این گزارش جواب اخیر دولت ایران ما می‌بینیم که به هر حال فصل بندی داره، هرچند که یه نکته که خدمتتون عرض کنم که خیلی انگلیسی ضعیفی داره، یعنی واقعا من تعجب می‌کنم که در اون وزارت خارجه یک نفر نیست که این گزارش رو بشینه ترجمه درستی بکنه، واقعا قابل فهم نیست. حالا ما که ایرانی هستیم متوجه میشیم که منظورشون چی بوده، چون که بالاخره از اون ترجمه دستمون میاد که به هر حال چه منظورشون بوده، ولی خیلی ترجمه ضعیفی داره. دوم اینکه این گزارش میاد به طور جزئی فصل به فصل وارد مواردی میشه که آقای شهید مطرح کردن. حالا درسته یه سری فصل ها خیلی سریع ازش میگذره، ولی اشاره میکنه حتی به مواردی که در گزارش آقای شهید مطرح شده. مثلا در مورد مدافعان حقوق بشر اشاره میکنه به خانم ستوده، به خانم آقای عبدالفتاح سلطانی، به آقای دادخواه. در مورد برخی از زندانیای اقوام اشاره به اسمشون میکنه و در مورد روزنامه‌نگارا اشاره میکنه به اینکه مثلا چه وضعیتی داشتن. خب این به نظر من یک روند جدیدی هست، اگرچه برای کسانی که دنبال میکنن این قضایی رو، اگرچه برای کسایی که میدونن که ماهیت این پرونده ها چی هست و اون فکت هایی که دنبال این پرونده ها هست چی هست، ولی نکته جالبش نیست که بالاخره بعد از دو سال، یعنی بعضی شاید بپرسن که خب فایده این همه کار چی هست. بعد از دو سال حکومت ایران مجبور شده که بیاد به تک تک اینا یا حداقل به خیلی از این مواردی که مطرح شده در گزارش آقای شهید پاسخ بده، هرچند اون پاسخ دقیقی نیست، درست نیست، خیلی هاش غلط هست و یا فرافکنی هست، ولی در این چهار گزارش ما یک روند رو می‌بینیم که دولت ایران مجبور پاسخگویی بشه و بیاد ادعاهایی رو بکنه که این ادعاها قابل بررسی است، این ادعاها قابل نقد هست، این ادعاها قابل این هستش که فعالان حقوق بشر روش کار بکنن، باز به این دورویی و تزویر و دروغی رو که در دستگاه دیپلماسی حقوق بشر ایران حاکم هست و ریاست اون آقای جواد لاریجانی به عهده داره، اونو فاش بکنن و به هر حال نذارن که این چراغی روشن هست روی موضوع حقوق بشر ایران این خاموش بشه. ولی به نظر من خانم کار این سوال خیلی میکنن که خب فایده این گزارش ها چی هست؟ این فایده چی هستش که مثلا این گزارش منتشر میشه، احتمالاً شورای حقوق بشر ممکنه که یک قطعنامه تصویب بکنه یا مجمع عمومی، و خب در نهایت وقتی که دولت ایران پاسخگو نیست، وقتی که حکومت ایران پاسخگو نیست، فایده این مکانیزما چی هست؟ شما به هر حال 3 دهه 4 دهه سابقه دارید در این کار و
در این زمین کتاب نوشتین، با دیپلمات‌ها صحبت کردید در طول این سال‌ها و به هر حال تجربه‌تون خیلی زیاد هست. شما چجوری می‌بینین این سودمندی رو؟ من اگر که بخوام بر پایه تجربیات شخصی خودم که درون ایران زندگی میکردم حرف بزنم، باید بگم که حقیقتا سودمند بود. از اون آغاز که گزارشگر ویژه تعیین شد برای ایران، با همه اون خشمی که دولت ایران اعلام میکرد و ابراز میکرد از این انتصاب یا انتخاب یا هر چیز دیگر، ولی میدیدیم که در بسیاری از امور گشایش اتفاق میفته. و مثلا اگر که بر حقوق متهم به تدریج تأکید شد و گسترده شد گفتمان حقوق بشری در ایران، من گمان میکنم یک عاملش حضور این گزارشگران ویژه بود که باز اونها هم با مشقت گزارش نویسی میکردن، اما بحث حقوق زن رو اینا گسترده کردن، بحث حقوق بهائیان رو گسترده کردن، اعدام ها رو گسترده کردن. و شاید حرکتی که در ایران اتفاق افتاد، البته این حرکت مردمی بود، ولی به هر حال حاکمیت هم در برابرش ابتدا مانع ایجاد نکرد که منجر شد به اینکه مثلا دولتی به نام دولت اصلاحات در ایران روی کار بیاد. اینا همه در روند گزارش نویسی گزارشگران ویژه برای اینکه فضا رو تغییر بدن به وجود اومد. و حالا ما میبینیم از وقتی که گزارشگر ویژه ایران نداشت تا زمانی که آقای احمد شهید مجدداً به عنوان یک گزارشگر ویژه تعیین شد، چقدر فضای سیاسی ایران بسته شد و چقدر صدمات حقوق بشری به مردم ایران وارد شد و مخصوصاً به فعالان مدنی. یعنی اگر شاید در اون مقطع زمانی باز هم ما این خلأ رو نداشتیم و ما ناظر بر حقوق بشر ناظر ویژه داشتیم، اینها نمیتونستن شرایط ایران رو به گونه ای تغییر بدن که در حال حاضر همه نگران آینده ایران هستیم. در حال حاضر من گمان میکنم که این گزارش ها نهایتا مفید خواهد بود. همین روندی رو که شما درباره عکس العمل های دولت ایران مطرح کردین، با اینکه ممکنه که خیلی کوچیک باشه دستاوردها، این رو باید به نظر من دست کم نگرفت و از طرفی این گزارش یک چهره تاریک و کلی از ایران به دست میده که نمیتونه از نظر جامعه جهانی حتی غیر از جوامع غربی مورد قبول باشه، مقبولیت داشته باشه، مخصوصا که آقای احمد شهید در این گزارش خیلی توجه داده. حالا برای دوستانی که دارن این برنامه رو نگاه میکنن و در اون جعبه هایی که زیر این هنگاوت هست، چت جمعی هستش، میبینن که یه خانم رو میبینن که الان میبینین که پلاکارد دانمارک، کشور دانمارک هست. این جلسه ای هستش که الان در شورای حقوق بشر داره برگزار میشه و پرونده برمه داره، میانمار داره بررسی میشه، قبل از ایران، قبل از این کره شمالی بوده و معمولا خب این زمانش خود عقب جلو میشه به خاطر اینکه وقتی که گزارش کشوری خونده میشه بعد کشورهای مختلف مخالف و موافق گزارش نظرشون رو اعلام میکنن و کشور مطبوع، کشوری که گزارش بر علیه اون کشور هست، وقت داره که بتونه که در 5 دقیقه نظرات خودش رو مطرح بکنه. طول کشیدن جلسه برای این هستش که اگه زمانش عوض میشه، برای این هستش که در برخی از موارد مثلا کشورهای زیادی ثبت نام میکنن برای اینکه، یعنی سقف اون کشوری که میتونن ثبت نام میکنن برای اینکه در جهت موافقت یا در جهت مخالفت صحبت بکنن، مثلا میتونه تا 20 تا کشور موافق و مخالف باشه. خب خود این زمانو عقب میندازه. بعضی از موارد دستور کارهایی هستش که کشوری موافق و مخالف کمتر هستن، زمان کمتری طول میکشه، بنابراین این زمان قابل تغییر است. الان داریم میبینیم که اون پایین جلسه در جریان هست در سالن اجلاس. همکارای من به من میگن که به هر حال جمع زیادی از ایرانی‌ها حضور دارن و تیم دیپلمات‌های ایرانی در اونجا حضور دارن و در انتظار این هستن که آقای شهید تا بالاخره تا
دقایق دیگه یا تا این نیم ساعت دیگه ایشون بتونن که گزارششون ارائه بکنن. اگر طول بکشه احتمالاً ممکنه که خانم کار به نظرم گزارش به فردا موکول بشه. اما در گزارش ایران به نظر من یک روند خیلی جالبی هستش که خیلی توجه به اون ضروری هست. وقتی که مثلا در شورای حقوق بشر یا در مجامع بین‌المللی در مورد موضوعاتی مثل حقوق زنان صحبت میشه، یعنی موضوعی که تخصص خود شما هستش و من میخوام اینو فتح بابی میکنم که بعد از شما یه سوالی مطرح بکنم، میبینیم که وقتی که یک موضوعی مطرح میشه در مورد زنان، مقامات ایرانی اشاره میکنن به پیشرفتایی که از بعد از انقلاب در حوزه های مختلف در خصوص زنان داشتن، مثلا در مورد بهداشت باربری، مثلا در مورد حضور زنان در دانشگاه، در مورد حضور زنان در مدیریت های دولتی غیر دولتی و مواردی از این دست که به حقوق اجتماعی اقتصادیشون برمیگرده و کاملا یعنی تلاش میکنن که این قسمت رو خیلی برجسته بکنن. و البته هم اینم تاکید میکنم که قطعا در سه دهه گذشته پیشرفتی در این زمینه شده، بلکه هیچ کشوری وای نسیده که مثلا هیچ کاری انجام نشه، بالاخره پیشرفت انجام شده تا به صورت نسبی. ولی بحث در مورد حقوق زنان اون جایی نیست که دولت ایران بهش اشاره میکنه. من از شما میخوام بپرسم که اینو شما چجوری میبینین که مثلا این دوگانگی رو که وقتی بحث زنان میشه دولت ایران از غرب میخواد که به اون چند تا مورد خاص یا یه سری از موارد خاص در مورد حقوق زنان که مورد توجه خود شما بوده، سالها روش کار کردین، خشونت علیه زنان، نمیدونم قوانین ضد زن که حقوقش رو محدود کرده در قانون اساسی و قوانین دیگه، اینا میگه بره توجه نکنیم و مسئله این هستش که ما در حقوق زنان دستاوردهای خیلی شگرف داشتیم و غرب متهم میکنه به اینکه ایران رو به خاطر به صورت سیاسی مورد هدف قرار میدن و این اتهامات غیر واقعی است. آیا ما باید وقتی به مسئله زنان نگاه میکنیم این حقوق سیاسی و مدنی رو کنار بذاریم و به این دستاوردها بسنده بکنیم یا باید چیکار کرد؟ خب به هیچ وجه، ولی لازمه که دستاوردها رو هم مطرح بکنیم و خوشبختانه اگر که دقت کرده باشین در گزارش آقای احمد شهید میبینید که این دستاوردها رو ابتداعاً مطرح کرده، در امور بهداشتی مطرح کرده، در امور تحصیلاتی مطرح کرده و بعد وارد موضوعات دیگری شده که اون موضوعات دیگر تبعیض رو نسبت به زنان و خشونت رو نسبت به زنان کاملاً قانونی کرده، یعنی وارد بحث قانون شده، قوانین در ایران شده که این قوانین تبعیض‌آمیزه، ولی انکار هم نکرده اون دستاوردهایی رو که شما یا دولت ایران در گزارش‌هاش بهش اشاره می‌کنن، ما هم قبول داریم. ولی حتی در شرایطی ما قرار گرفتیم که اون دستاوردها رو به فرض که خیلی هم بخوایم بهش اهمیت بدیم، دولت ایران در چند سال اخیر داره پس میگیره، یعنی نه فقط از زنها داره پس میگیره، به نظر من داره از خودش پس میگیره، یعنی اون امتیازاتی که دائما بهش استناد میکنه داره با عقبگردهای ارتجایی مثل تفکیک جنسیتی، مثل محروم کردن زنان از بسیاری از رشته های تحصیلاتی و بسیاری موارد دیگر، بعد اهانت به زنان به علت عدم مراعات حجاب در معابر عمومی یا انواع دیگر اهانت ها که تشدید شده، اینا رو هم داره پس میگیره، هم از خودش و هم از زنان. و آقای احمد شهید به درستی توجه میده به دولت ایران که میثاق حقوق مدنی سیاسی امضا کرده و توجه میده به بعضی از مواد این میثاق و توجه میده به اینکه فعالان مدنی حقوق زن رو چگونه مورد سرکوب قرار میدن و نمیگذارن که اینها حتی راجع به ضرورت اصلاح قوانین درباره زنان حرف بزنن و کار بکنن. و در مجموع وضعیت زنان ایران من فقط مثلا یکی دو نکته اینجا برای که وقت نگیرم اشاره میکنم. شما ببینید یک دختر 9 ساله به سال هجری قمری در وضعیتی قرار داره که اگر بخواهن حکم اعدام رو در موردش اجرا بکنن، اگر مرتکب جرمی شده باشه که اون جرم مجازاتش در قوانین داخلی ایران اعدام باشه، میتوانن این حکم رو اجرا کنن. یعنی یک کودک 8 سال و نیمه به سال هجری شمسی رو
همین قدر کافیه. اگر بریم تو قوانین خانواده، تمکین رو میبینیم که باز خوشبختانه آقای احمد شهید بهش توجه کرده، این است که زنان در هر شرایطی آمادگی داشته باشند برای اینکه به تمنیات جنسی شوهرشون پاسخ بدن، و اگر ندهن یک تنبیهاتی شامل حالشون میشه. مشارکت رو مطرح کرده و موانعی رو که در برابر مشارکت هست، و اینکه مثلا فقط 9 نفر از نمایندگان مجلس زن هستند، حالا صرف نظر از اینکه این 9 نفر هم فقط یک طیف فکری رو نمایندگی میکنن، و در سطوح بالا اساسا ما زنی در ایران نمیبینیم. و نرخ اشتغال رو مطرح کرده، ماده 1117 رو مطرح کرده که اجازه میده به شوهر که یه بهانه بیاره و بگه مثلا اشتغال، ادامه اشتغال زنم با اون سلیقه های من در تعارض. خیلی این از این موارد قانونی است، این تبعیض ها، و خیلی از موارد هم اساسا فراقانونی است، مثل اون تأکیدی که بر حجاب میشه با سرکوب در محافل عمومی، که ما این تأکید رو نه در شرع اسلام داریم و نه حتی در همون قانونی که حجاب رو دستور داره. یه نکته که خیلی نکته جالبی هست واقعا، این که مسائل خیلی مشخص رو که حتی رسانه‌های داخل کشور بهش پرداختن، مثل محروم کردن زنان و دختران از برخی از رشته‌های دانشگاهی، خود مسئولین در موردش صحبت کردن، اینا اساسا تمام این کلا کنار می‌ذارن و در این قسمت‌ها پاسخگو نیستن. ولی نکته جالب دیگه که در گزارش هست، موضوع شکنجه هستش، و این مسئله هست که سالهاست که مطرح هستش و فکر میکنم کمتر کسی هستش که به مسئله آشنا نباشه، و دولت ایران در مجامع بین‌المللی، شاید مثلا کسی که گوش میکنن یا برای اولین بار هستش که در جریان همچین مذاکراتی قرار میگیرن، چون به هر حال اگه خاطرتون باشه مذاکرات شورای حقوق بشر یا مجامع، یعنی جلسات مختلف سازمان ملل، تا چند سال پیش اساسا یک چیز بسته‌ای بودش که یک جمع محدودی میرفتن داخل و صحبت میکردن، و اینجور نبود که مثلا الان هر کسی هر جا که دنیا که هست بتونه بشینه پای شبکه سازمان ملل و اونا رو بتونه مستقیم گوش بکنه، یا مثلا یک جایی مثل بالاترین یک همچین امکانی رو ایجاد بکنه که افراد بتونن با هم در موردش صحبت بکنن. ولی تا سالها وقتی که مسئله، حالا از این بحث که بگذاریم که بحث شکلی به قول معرف ماجرا هست، تا سالها دولت ایران هر وقت بحث شکنجه میشد و هنوز هم همینطور است، و در جواب دولت ایران هم امروز ما میبینیم که وقتی مسئله شکنجه مطرح میشه اشاره میکنن که در قوانین ما شکنجه وجود نداره، و ذکر میکنن موارد مختلفی که در قانون هستش که در مورد حقوق زندانیان هست و در مورد نحوه رفتار با اونها هستش و اینکه چجوری باید باشون به هر حال مدارا بشه و حقوقشون حفظ بشه، و اسلام در اسلام مثلا شکنجه نیست از این حرفا. در این حال آقای شهید ده ها مورد شکنجه رو مستند کردن، یعنی بر اساس استانداردهایی که گزارش نویسی سازمان ملل اجازه میده، ایشون اومدن موارد شکنجه رو با استفاده از منابع درجه اول، شاهد درجه اول، مستند کردن. سوال من خیلی، برای من خیلی همیشه سوال پیش میاد که مثلا چرا، خب همش شما نفی میکنین، یه جواب خیلی ساده این هستش که خب اجازه بدن که برن آقای شهید و اینا رو آزمایش بکنن و صحت و سقمش رو از نزدیک دنبال بکنن، و خود ایران حداقل بگه که حداقل اگر واقعا، خب اونا از اگر میگن شکنجه نمیشه و بهش افتخار میکنن که خیلی هم خوب هست، خب اجازه میگن که ما یک کمیته تحقیق تشکیل میدیم و این صحت این ادعا رو یا صحت و سقمش رو بررسی میکنیم، کما اینکه یک گریز بزنن به واکنش کشورهای دیگه در مجمع عمومی، در شورای حقوق بشر. در همین شورای حقوق بشر ما الان داریم می‌بینیم میانمار بررسی میشه، کره شمالی، حالا کره شمالی با ایران تو در یک لیگ در چی میگن آزادگان هست و با هم اونجا هستن، حالا نمیشه زیاد مقایسه کرد، ولی کشورهای دیگه، خود آمریکا مثلا، وقتی که صدها مورد نقض حقوق بشر در گزارش سالانه مثلا آمریکا میاد، مقامات آمریکایی خب یه قسمتش قبول نمی‌کنه، قسمتش میگن که به هر حال قوانین اینجوری هست اونجوری هست، ولی یه بخش عمدهش رو وارد گفتگو میشن با سازمان‌های جامعه مدنی، با سازمان‌های حقوق بشری، و برای اینکه اون
اشکالات برای که اون نافهمی ها بدفهمی ها اون اشکالات یعنی چالش ها برطرف بشه همکاری میکنن. اینو در به قول معروف رفتار ایران نمیبینیم، مضافه به این که مثلا تعریف دولت ایران، حالا این قسمی هست که شما خودتون آشنا هستین باش، در تعریف دولت ایران سازمان های جامعه مدنی، یعنی سازمان هایی که از حکومت 100% حمایت میکنن. همین الان که من با شما صحبت میکنم هیئت ایرانی در ژنو بیش از 50 نفر آدم به خودش آورده، سازمان هایی که در حال اسمای برای خودشون دارن، بالاخره از سازمان دفاع از قربانیان خشونت که سازمان به هر حال خیلی شناخته شده هست از در ایران به جهات گوناگون، و سازمان های دیگه که میان اونجا و از کارنامه حقوق بشر دولت ایران دفاع میکنن و نه تنها همکاری نمیکنن بلکه حتی صدای جامعه مدنی ایران هم تلاش میکنن که قلب بکنن و اونو تغییرش بدن. شما اینو چجوری میبینید؟ این واکنش حساب شکنجه چجوری هست و چیکار میشه کرد که دولت ایران رو در این زمینه مجاب کرد که تغییر بده در رفتارش؟ خب ببینید، باز اتفاقا در همین گزارش آقای احمد شهید ضمن این که شرح شکنجه ها رو با مصاحبه های خیلی مشخص مستند کرده و چیزی بالاتر از 70 و چند درصد از کسانی که مصاحبه شدند گفتن که ما مورد شکنجه جسمی و روانی قرار گرفتیم و انواع ابزار شکنجه رو اینا حتی اسم بردن که شلاق است، نمیدونم چوب، لوله های پلاستیکی، تجاوز جنسی. تجاوز جنسی رو من برای اولین بار تو این گزارش واقعا به صورت نگران کننده و وحشتناکی مشاهده کردم که به عقیده من خیلی عامل مهمی بوده در سرکوب جنبش های اجتماعی ایران، برای اینکه این نوع شکنجه دیگه مانع از حضور میشه و افراد ترجیح میدن که وارد حیطه فعالیت ها نشن. اما آقای احمد شهید نکته خیلی مهمی رو باز کرده و گفته بسیار خوب، شما میگید ما قوانینی داریم که این قوانین شکنجه رو اجازه نمیده. خیلی خوب، من هم قبول دارم این مواد قانونی رو هم میشناسم، اما من سوالم از شما اینه که خیلی خوب، شما با این قوانین، با وجود این قوانین بازدارنده، آیا به دادخواهی و شکایت یک قربانی شکنجه که میخواد شکایت بکنه از وضعیتی که درش قرار گرفته، یا بازماندگانش که اون قربانی مثلا در آنچنان وضعیت روحی قرار گرفته که بعد از آزادی خودکشی کرده یا اصلا بعد از آزادی مرده، و باز شما رفتین دنبال عزاداران و عزاداران رو دستگیر کردین که مبادا عزاداران اطلاع داشته باشن از شکنجه ها و بیان با افکار عمومی دنیا اینو در میون بذارن. حرف آقای احمد شهید یه حرف حقوقی صحیحیه و میگه خیلی خوب، راه رو باز کنید برای اینکه شکنجه دیدگان، قربانیان و بازماندگان اونها بتوانند دادخواهی کنند، و تا حالا بی‌اعتنایی کردید اگر که اینا تظلمی کردن، و مخصوصا تأکید بر مثلا مادر آقای ستار بهشتی، که شما مادر ستار بهشتی رو که یک شاکی مشخصی هست با نام و یک زن عامی سالخورده‌ای هست، در مراسم تدفین فرزندش کتک زدین. چرا؟ برای اینکه شاکیش بده و میگه فرزند من زیر شکنجه مرده. بنابراین مثل همیشه دولت ایران با همین لشکر آرایی که کرده تصمیم داره که اون نسبه به اصطلاح مثبتی رو که در قوانین وجود داره اینها رو خیلی برجسته بکنه، ولی از این که نهادهای مرتبط با این حکومت اساساً این قوانین رو به اجرا نمیذارن حرفی نزنه. مسئله این است که یک وقتایی ممکنه قانون هم خوب باشه، ولی وقتی اراده‌ای نیست برای اینکه این قانون اجرا بشه، این مورد سؤال جامعه جهانی و اتباع یک کشوری میتونه قرار بگیره. و من نمیدونم تشکل‌هایی که در جلسه امروز حضور دارن این موضوع رو چگونه میتونن پاسخگو باشن، یعنی این رو که تا حالا چند تا شکنجهگر تا حالا محاکمه و محکوم شدن، هرچند که ما شنیدیم
یه نظریه‌ای بوده به صورت سیاسی از مجلس بیرون اومده، اصل 90 مجلس هم که به کلی فلج شده و از کار افتاده. برای این نکته خیلی جالبی که هست این هستش که ما اشاره کردیم به این که یک سری از سازمان های غیر دولتی یا مردم نهاد توسط دولت ایران به این سفارت به ژنو آورده شدن که به یک نحوی از کارنامه حقوق بشر ایران دفاع بکنند. در این حال نکته جالب توجه این هستش که در اون مقر شورای حقوق بشر که برای 37 عضو داره و دیپلمات های مختلف میرن میان اینها، فعالای حقوق بشر ایران که افرادی که حقوقش نقض شده در سالهای اخیر، قربانیان شکنجه، اینها کسانی که از در سالهای گذشته از ایران خارج شدن و الان در محل اجلاس هستند و اینها در نشست‌های جانبی که وجود داره در محل اجلاس حضور پیدا می‌کنن، دیپلمات‌های کشورهای مختلف در این جلسات حاضر میشن، باشون سوال جواب می‌کنن، سازمان‌های حقوق بشری هستن اونجا که با دیپلمات‌ها صحبت می‌کنن، گزارش خودشون ارائه می‌کنن و عملاً دولت ایران به نظر من اون که اینکه باعث شده که در طی این 4 گزارشی که صادر شده منتشر شده که بتونه که سعی کنه که بیشتر و بیشتر جواب بده، دلیلش این هستش که این کشورها، این دیپلمات‌ها، این سازمان‌های بین‌المللی می‌بینن که مسئله نقض حقوق بشر در ایران این مسئله واقعی هستش، شکنجه، تبعیض، نقض حقوق زندانی سیاسی، اینا واقعی هستش، داره اتفاق میفته و تصاویر زندش افرادی هستن که امروز همین الان که من با شما صحبت میکنم و بینندگان عزیز میبینن پشت همین سالونی که الان در این که از این جعبه ها میبینید در این جلسه برگزار میشه، اینا حضور دارن و حقیقتش بسیار دشوار هست، یعنی غیر ممکن است در واقع که دولت ایران بخواد که انکار بکنه موارد متعددی که به صورت زنده حضور دارن اونجا و چشم دیپلمات ها رو، چشم کشور دهنده رو به خودشون جلب میکنه. ولی در این حال نکته خیلی که جالب هست برای من این هستش که به نظر من حالا یک نکته که حالا خارج از این موضوع هست، وقتی که جواب دولت ایران رو میخوندم این هستش که به نظرم توانایی وزارت دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه ایران خیلی بیشتر از این هستش که یک جواب بسیار نامنظم، مخشوش به لحاظ محتوایی، به لحاظ منطقی، به لحاظ تطبیق با قوانین بین‌المللی رو بخواد که تنظیم بکنه. تصور من از این هستش، از این ماجرا این هستش که به خاطر چند حضوری که در ژنو داشتم در جلسات قبلی شورا، که به نظر میرسه که در خود وزارت خارجه ایران در همون جاهایی که دارن این گزارش ها رو مینویسن هم علاقه و رغبتی نیست که بخوان که یک گزارش نوشته بشه یا اون افرادی اونجا هستن که قدرتمندتر باشه، ساختار قوی تری داشته باشه و انگاری که مثلا اون کسی که مسئول این کار هستن یا در جریان کار هستن، کارشناسای ماجرا هستن، علاقه ای ندارن که هیچ شراکتی داشته باشن در یک متنی که سراسر دروغ هست و سراسر از نظر حقوقی دایره اشکال هست و هیچ بندی نیستش که نوشته بشه اونجا و آهی از نهاد یک خانواده بلند نشه و اونا نمیخوان این کارو بکنن. کما اینکه در جلسه قبلی خانم کاری خاطرتون میگم که خیلی نکته جالبی هست برای کسانی که گوش میکنن این برنامه رو، در جلسه قبلی شورا دیپلمات‌های ایرانی که بعد برن بشینن پشت صندلیشون، پشت اون الان میبینید که مثلا فدراسیون روسیه بخیر پلاکاری جلوش هست، برن اونجا بشینن و نظر خودشون رو بگن یا گوش کنن به سخنا، دیپلمات‌های ایرانی تنها دیپلمات‌ها بودن که در سالن راه میرفتن، یکیشون در قسمت رسانه ها بود، یکیش داشت راه میرفت، یکیش سالن بود، انگار اومدن برای مهمونی یا پیکنیک. حقیقتش من میتونم بفهمم که به هر حال راحت نیستن که اونا برن تو این جلسه بشینن و بخوان از چی دفاع بکنن، آخه چیزی نیست که دفاع کنن، این متنی رو بنویسن که براشون نوشته شده و خودشون ممکن اعتقادش نداشته باشن. و بالاخره من این جواب میبینم که در خود وزارت خارجه یا در قوه قضاییه هم یک دستی وجود نداره و اینو در صحبت کردنی که شما در پشت سال پشت جلسه یعنی محل اجلاس با افراد میکنین شاهد هستین که اونا میان بعضی وقت تشکر میکنن. الان نماینده آمریکا خانم دانه‌ها داره صحبت میکنه و خلاصه مجموعش این هستش که به نظر من این تصورم میشه داشتش که واقعا در خود مجموعه مختلف بالاخره اونا مردم هستن و
کارشون هست، درسته میتونه تو قوه قضاییه کار میکنن خیلی هاشون یا تو وزارت خارجه، ولی احتمالا احساس راحتی نمیکنن با این دروغگویی بسیار عمیق و گسترده‌ای که در گزارش مطرح شده. نظرتون چه سیدی همچین امکانی وجود داره؟ به نظر من این همه کادر وزارت امور خارجه ایران نیست که یک چنین گزارش نویسی رو یا عمل میکنه بهش یا اینکه تاییدش میکنه. در وزارت خارجه ایران مثل دیگر ارگان ها و نهادهای حکومتی ایران افرادی هم هستند که بسیار منتقد هستند، بسیار نگرانند از این گونه برخورد با جهان و با استانداردهای جهانی، ولی خب متاسفانه انحصاری شده قدرت در همه بخش های حکومت ایران و مخصوصا در وزارت امور خارجه که متصدی یک چنین گزارش پاسخگویی هایی است. و به عقیده من شخصا نظر دارم که بیشتر کادر وزارت امور خارجه تحصیل کرده هاشون اساساً به مبانی این گونه پاسخگویی پایبند نیستند، ولی اونها هم مثل فعالان مدنی در ایران زیر فشارن و اگر بخواهند حرفی بزنن شغلشون رو از دست میدن. حالا شاید ما به روزگاری برسیم که اونقدر این پاسخگویی های دولت ایران غیر واقعی باشه و شاید بعضی وقتا خنده دار باشه که اون بخش از کسانی که در وزارت امور خارجه یا دیگر نهادها حضور دارن و میدونن که تا چه اندازه این گزارش های جهانی صحیح هست، بالاخره سکوت رو بشکنن و اونها ما نیاز داریم برای اینکه مردم ایران نیاز دارن که اونها سکوت بشکنن و اونها هم‌آوا بشن با کسانی که از نقض حقوق هموطنانشون در ایران حرف میزنن. ولی حالا منم یه خاطره کوچیکی برای شما بگم. من هم سال گذشته در ژنو مطلع شدم که بعضی وقتا این هیئت همونطوری که راه میرن و حرکت میکنن و قرار ندارن و به هر حال احساس ناراحتی میکنن، هرچند که نمیخوان این احساس رو اعلام بکنن، اینا اقدام میکنن به امر به معروف و نهی از منکر. مثلا به یه دیگر باش جنسی گفته بودن که خب حضور داشت برای اینکه شهادت بده وضعیتی رو که در ایران متحمل شده بود. خانومی که عضو اون به اصطلاح گروه بود، البته با زبان بسیار محبت‌آمیز و عطوفت‌بار و به قول خودش اسلامی، صدا زده بود و گفته بود حیف از خودت نیست که وارد مثلا این گونه زندگی شدی. خب ببینید، اصلا به نظر میرسه مرز حمایت از حقوق بشر با مثلا امر به معروف و نهی از منکر حتی در جوامع بین المللی شناخته نشده، چه رسد به اینکه بخواهن این ضوابط جهانی رو دست کم با احترام باش برخورد کنن و پاسخهایی بدن که این پاسخها نشان دهنده این باشه که میخوان در آینده مسئولیت بپذیرن. یا مثلا اصلاح قانون مجازات اسلامی رو نه به این صورتی که الان سازوکارش در حال انجام هست، و بلکه به صورتی که این همه مجازات اعدام نگذارن برای اون کارهایی که اساساً کارهای عادی مردم هست در زندگی فردی و خصوصیشون. مثلا آشامیدن مشروبات الکلی رو نبرن به سمتی که اون آدم بتونن اعدام کنن، یا تغییر دین رو نبرن به اون سمتی که آدم ها رو بتونن اعدام کنن. به هر حال این مرز شناخته نیست و گمان میکنن، هنوز گمان میکنن با چماق امر به معروف و نهی از منکر به جایی میرسن که نمیرسن. بعد این نکته خیلی جالبه. مثلا الان ما داریم میبینیم که نماینده اندونزی داره در جلسه بررسی میانمار داره نظر خودش اعلام میکنه. در ترکیب کشورهایی که رأی میدن به ایران هم در شورای حقوق بشر به نظر من بحث جالبی هستش و
ما در طی چند سال گذشته کشورهایی داشتیم مثل پاکستان، کوبا و ونزوئلا و چند کشور آفریقایی مثل نیجریه، بورکینافاسو حتی، که اینا رأی های مثبت دادن به ایران یا بلند شدن در مورد ایران مثبت صحبت کرده، حتی کره شمالی البته، سوریه و اینا، که به هر حال خواستن که به یک نحوی بگن که در ایران خوب استش که پیشرفت‌ها رو ببینیم و وارد گفتگو بشیم با ایران. نکته جالب توجه این هستش که یک ایراد فنی که این کشورها میگیرن این هستش که، یا به هر حال این هستش که شورای حقوق بشر نمیتونه یک کشور رو به صورت خاص هدف قرار بده و اینکه بیاد به طور مشخص گزارشگر ویژه تعیین بکنه که بره داخل کشور و گزارش تهیه بکنه، و اونا میگن که من به صورت موضوعی بحث بشه و یک کشور مورد هدف قرار ندید. و خیلی جالب هست که بعضی از این کشورها کشوری هستن که نگرانیشون در واقع نگرانی نسبت به خودشون هستش، چون که این کشورها خودشون در یه قدم از ایران جلو عقب هستن و امسال نه سال دیگه ممکنه که یک وضعیت برای خودشون پیش بیاد و نگرانی هستن بالاخره که اگر که برای ایران سنت بشه و یک رویه بشه در واقع معروف که گزارشگری ویژه تعیین میکنن، اون موقع این بلا سر اونها خواهد اومد و فشار سیاسیش هم باید تحمل بکنن. نکته دیگه این هستش که کسایی هستن که در این جلسه در مورد ایران صحبت میکنن، یعنی بعد به مردم و حقیقتش بدونن که چه کسانی هستن که میان در این جلسات و تو چش مردم نگاه میکنن، تو چش دنیا نگاه میکنن و در مورد مسائل مختلف دروغ میگن، پرونده ها رو نقض میکنن و اینکه به هر حال کارنامه‌شون رو قابل دفاع و توجیه پذیر جلوه میدن. در رأس اینا آقای جواد لاریجانی هست که به نظر من یک سوال خیلی عمده‌ای هست الان که آقای جواد لاریجانی چطور با توجه به مسائل مختلفی که در موردشون مطرح هستش به لحاظ به هر حال درگیری‌های مالی و زمینداری و این مسائل و یا اینکه تضاد منافعی که برادرشون دارن با به هر حال با اون اتفاقاتی که بینشون و آقای مرتضوی افتاده و درگیری قوه قضاییه با بخش‌های اطلاعاتی امنیتی، اینها آقای لاریجانی حتی اگر شورای حقوق بشر هم نبود، حتی اگر گزارشگری ویژه نبود، چطوری میتونست مستقل باشه؟ چطوری میتونست که بی‌طرفانه بتونه صداشو بلند کنه برای دستگاه امنیتی و از اونا پاسخگویی بخواد، از اونا احساس مسئولیت بخواد، از اونا بخواد که کارشون رو خوب انجام بدن؟ بنابراین آقای لاریجانی از اساس، از اول، از ابتدا در شرایطی نیست که بخواد که از وضعیت حقوق بشر ایران دفاع کنه و نماینده منصفی باشه، چون خودشون انقدر درگیری ها و آلودگی های مختلف رو تجربه میکنن که نمیتونه در برابر دستگاه امنیتی ایران در مورد دستگاهی که نقض حقوق بشر مستقیم میکنن یا خود بخشی از قوه قضاییه صداشو بلند میکنه و صحبت میکنه. و به نظر من این نکته خیلی مهمی است که در مورد نمایندگان ایران در سازمان ملل صحبت بشه و اینکه اینا چه نقشی دارن و آیا اساسا اینا میتونن نمایندگی بکنن یا نه. من امیدوار هستم که در با نورافشانی که به وضعیت آقای لاریجانی میشه، ایشون از نمایندگی کنارگیری بکنن، به خاطر اینکه اساسا از وقتی ایشون اومدن ایشون یک پرونده هم قبول نکردن در ایران که نقض حقوق بشر در موردش اتفاق افتاد، نقض به حال افراد حقوقش نقض شده. و اصلا مگه امکان داره هیچ کشوری نیست در دنیا که شما بگید که هیچ اتفاق نمیفته؟ یعنی ایران دیگه حداقل بعد یکی از این موارد میتونن قبول میکنن و برن دنبالش بررسی میکنن. برگردم به موضوع قبلی، الان همکاران من اشاره کردن که در این دوره برخی از کشورهایی که قبلا با به ایران به قطعنامه رأی نمیدادن امسال رأی ممتنع دادن، از جمله کشور هند و کشور اکوادور که در سالهای در دورهای گذشته رأی نمیدادن، رأی مثبت نمیدادن به رأی، یعنی همراه ایران بودن و میگفتن که اساسا از ابتدا اون دستور کار گزارشگر حقوق بشر رو قبول ندارن و نباید به صورت ویژه اینجوری رفت کشور بررسی کرد، امسال احتمال خیلی زیادی هستش که رأی ممتنع بدن. بعد
انتظارم نمیره که من دارم از همکاران بخونم که چند تا از کشورهای که متحد ایران بودن در شورا امسال چند تا از کشورهای نکته مهمی که الان به دست من رسید و از محل اجلاس و میخوام با شما در میون بذارم این هستش که چند تا از کشورهایی که متحد ایران بودن در سال گذشته مثل چین، روسیه و کوبا امسال اساساً عضو شورا نیستن و بنابراین ایران یا مقامات ایرانی اون همراهی و دلگرمی و به قول معروف اون فضا رو با ایران نخواهند داشت و در مورد ایران صحبت نخواهند کرد و این هستش که روسا و بعد دیگه خلاصه این نکته مهمی هستش که این سه کشور خیلی مهم بودن، روسیه، کوبا و چین، به هر حال در شورای حقوق بشر یک شورای یک بخش از سازمان ملل هست و یه بخش سازمان ملل هم یک سازمان بین دولتی و سیاسی است به هر حال و حضور چین، روسیه و کوبا در این به خصوص چین و روسیه در شورا خیلی مهم بود و اینکه حالا نیستن به هر حال مخالفت کمتری قطعا با قطعنامه هر قطعنامه باشه و گزارش ها خواهد بود. خب من فکر میکنم که آقای امید خوبه که این تأکید هم بکنیم که وقتی که گزارشگر ویژه برای یک کشوری تعیین میشه در بحث حقوق بشر مفهومش اصلا به صورت اتوماتیک این است که اون کشور در وضعیت بسیار وخامتباری از نظر حقوق بشر به سر میبره. اما در مورد دیگری که متذکر شدیم که خب میگن با کارشناسان موضوعی یادمون باشه که دولت ایران از سال 2005 میلادی دیگه هیچ کارشناس موضوعی رو هم به کشور راه نداده و وقتی که دولتی اینگونه ستیزه جویانه برخورد میکنه حتی با کارشناسان موضوعی که یک بحث جا افتاده هست در سازوکارهای حقوق بشر در جهان، چگونه میشه انتظار داشت که مثلا آقای جواد لاریجانی متصدی حقوق بشرش نباشه؟ و خوشبختانه این گزارش گزارشی است که حتی همراه شدن اون گزارشگران موضوعی راجب بازداشت های خودسران، آزادی بیان، شکنجه و دیگر موارد با آقای احمد شهید، چون اونا رو هم راه ندادن به ایران. خب اگه یک کشوری همه دراشو ببنده من نمیدونم دیگه این انجیوهایی که میاد کشوری همه دیگه این انجیوهایی که از کشور میاره بیرون لشکرکشی میکنه، خب این انجیوها اصلا چگونه کار کردن؟ خب معلوم که اینا بازوهای حکومت هن. بنابراین فکر میکنم که نگرانی های ما هرچند که بجاست ولی به تدریج داره روشنگری میشه در دنیا. و آقای جواد لاریجانی به هر حال حافظ منافع برادران خودشه، حالا غیر از اینکه حافظ منافع اون نظام سیاسی هست، حافظ منافع آقای صادق لاریجانیه که هیچ کس رو، هیچ آدمی رو که مسئولیت داره و علاقه منده که اصلا بره از زندانها دیدن بکنه بهش اجازه نمیده بره از زندانها دیدن بکنه، حتی اگر که اون آدم از درون حکومت جمهوری اسلامی بیرون اومده باشه. خب طبیعی است که ما نمیتونیم به دفاعیات آقای جواد لاریجانی اهمیت بدیم، برای اینکه اتفاقا دفاعیات ایشونه که مستند نیست. بعد بفهمم ادامه بدیم ببخشید من بس حرف نه من تموم شدم. ببین خیلی جالب هست، حالا نکته جالبی که هست مثلا حاشیه هست و یه جوری برنامه نوادی شورای حقوق بشر هست، فردوسی پوری به قول معروف برنامه شورای حقوق بشر هست، این هستش که در جلسه قبلی شورا، یکی از جلسات قبلی شورا در نیویورک، آقای جواد لاریجانی قرار بود متنی رو بخونن که متن در اختیار دیپلمات ها قرار داده شد. این متن بود برای جواب خیلی استانداردی بودش که دولت ها میدن به گزارش از این دست به دولت ایران به خصوص. ولی آقای لاریجانی انقدر از دست آقای شهید عصبانی شدن که بدون توجه به اون متن خودشون یک سری صحبت هایی کردن که من حالا به عنوان کسی که حالا سازمان ملل تجربه داشت و اونجا کار خبرنگاری کرده اینها، هیچ وقت ندیدم که رئیس جلسه از یک دیپلمات بخواد که ادبش رو حفظ بکنه و مواظب حرف زنش باشه و این عصبانیتش به هر حال باعث شد که خارج از کوره در بره و یه چهره رو نمایش بده. یعنی دقیقا همون چیزی که مردم میگن، یعنی شما در یک جلسه عمومی
که همه دیپلمات هستن، نمیدونم مقامات شورای حقوق بشر هستن، مقامات سازمان ملل هستن، اینها دارن با شما صحبت میکنن، عصبانی میشین و بعد طرف فحش و بد بیراه میگین اینها. خب تو مملکت خودتون که قدرت دارین و چوب و چماق دارین و نمیدونم هر وسیله رو میتونین، یعنی هر کاری میتونین با مخالفاتون بکنین، خب چرا نکنین؟ این حتما میخونین دیگه. یعنی آقای لاریجانی عملا یه تصویری رو از دولت حکومت ایران داد که پرخاشگر، بی ادب و رعایت آداب و رسوم اونجا اون چیزو انجام نمیده واقعا. یعنی به نظر من این نکته خیلی ظریفی بود که خیلی از دیپلمات‌ها براشون تعجب برانگیز بود و به نظر من امروز هم خیلی جالب است که آقای لاریجانی اساساً چیکار خواهد کرد. یعنی یه شوی هست برای آقای لاریجانی که ببینیم که چیکار می‌کنه. ولی من برگردم به این آقای جواد لاریجانی که حقیقتش در بین همه مقامات ایرانی جواد لاریجانی به طور مشخص سیستماتیک و دامنه‌دار یکی از افرادی بوده که به نظر من از اینکه هیچ کدوم از این موارد نقض حقوق بشر پیگیری بشه، اون در جایی بوده که گلوگاهی بوده که نظر اتفاق بیفته، به خصوص اینکه جواد لاریجانی کسی هستش که به هر حال قرار بوده که به عنوان رئیس ستاد حقوق بشر ایران، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، یک نهاد مستقل تشکیل بده که این نهاد مستقل نظارت بکنه بر کار دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های قضایی، و این تعهدی هستش که ایران به شورا داده، این تعهدی هستش که ایران به مجمع عمومی داده که اینو، این شورا رو، این ستاد رو، این نهاد مستقل حقوق بشری رو ایجاد بکنه. و این نهاد عملاً الان شده که زیر دست آقای لاریجانی هست، عملاً شده یک بخشی از دستگاه تبلیغات جمهوری اسلامی، یک بخشی از وزارت اطلاعات ایران، یک بخشی از کسایی که سرکوبگرن. نکته جالب این هستش که همین الان که من با شما صحبت میکنم در میان هیئت ایرانی افرادی هستن که عضو وزارت اطلاعات هستن، یعنی افرادی هستن که مسئولیت دارن در وزارت اطلاعات و در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اینها اونا مسئولیت دارن و در پوشش اینا الان در اجلاس حضور دارن. معنی این چی است که جواد لاریجانی به خودش یک تیم اطلاعاتی رو وارد ژنو میکنه برای دفاع از حقوق بشر؟ یعنی یا آقای لاریجانی به هر حال یک ماموریتی هستش که به نظر من ماموریت خیلی ناخوشایندی هست، خیلی نامیمون و نامبارک هست، و این موضوعی هست که به نظر من بهش توجه کرد. ظاهرا تا 20 دقیقه دیگه، 15 دقیقه دیگه گزارش، یعنی آقای شهید گزارش شروع خواهند کرد و ما از خدمت بینندگان عزیز مرخص خواهیم شد. همین الان که داریم میبینیم تصویر اون نماینده فیلیپین هست در جلسه بررسی گزارش میانمار، به محض اینکه کشورها گزارش خودشون بدن، دستور کار بعدی ایران هستش که آقای شهید بعد از اون گزارش خودشون رو اعلام خواهند کرد. بلافاصله بعد از آقای شهید کشورهای مخالف و موافق نظرات خودشون رو اعلام میکنن. این نظرات عموما 2 دقیقه هست، کشور البته کشور مطبوع میتونه تا 5 دقیقه نظرش رو اعلام بکنه، ولی نظرات کشور کوتاه خواهد بود، تا سقف 2 دقیقه هست. بعد از کشورها سازمانهای غیر دولتی و بین المللی که ثبت نام کردن برای موافقت و مخالفت کردن میتونن صحبت بکنن، که نمیدونم در این جلسه حالا همکارام که الان با من در اسکایپ هستن میتونن من بگن که اونجا آیا این اتفاق میفته که آیا فقط دولت ها هستن یا سازمان های غیر دولتی هم صحبت خواهند کرد. ولی روال هستش که به هر حال سازمان های غیر دولتی هم یعنی نظرشون رو بگم، اونم 2 دقیقه هستش که در انتهای سالن میشینن و بعد حالا یک روش جالبی هم داره که از صبح ثبت نام کنن و یه و اون حدود 10 نفر هستن که موافق و مخالف میتونن صحبت کنن. به هر حال الان جلسه یه نمایی الان داریم میبینیم از جلسه سالن جلسه که به هر حال در جریان هست. خانم کار، من یه سوالی رو می‌خواستم کنم در خصوص این گزارش آقای شهید که شما این چهارمیش بود ما دیدیم اومدش بیرون، و یکی از بخشایی که اشاره شد یعنی خیلی به نظر من جالب بود و پرداختن بهش به نظر من خیلی یعنی جای پرداخته شدن داره بهش، این هستش که یه توی 2 سال گذشته یک روندی شروع شده که حکومت ایران، دستگاه های قضایی امنیتی، اینها خانواده های خبرنگاران رو در داخل کشور با آزار و اذیت مواجه میکنن. آقای شهید در این گزارش چندین مورد رو مستند کرده که مقامات امنیتی ایران به منزل این افراد رفتن،
تهدید کردن خانواده ها رو و در بعضی موارد خواستار برگشتن این افراد شدن و به اشکال مختلف مورد آزار و اذیت این افراد قرار دادن. و شما حتما آشنا هستین یا خود من بارها شنیدم یا کسی که الان گوش میکنن این برنامه رو شاید شنیده باشن که این ماجرای آزار و اذیت خانواده ها محدود به این چند مورد خاص نمیشه و خانواده های خیلی از افراد در ایران اذیت میشن و دولت ایران علارغم اینکه این موارد مستند هست و افراد میان در مورد خانوادهشون صحبت میکنن و میگن که چه اتفاقی درش میفته زیر بار نمیره. شما این کلا این پدیده رو نمیدونم آیا در مثلا دهه 60 دهه 70 این پدیده آزار خانواده ها رواج داشت یا اگه داشت چه جوری بودش یا در چه ابعادی بودش، اینو شما چه جوری اصلا ارزیابی میکنید که این چه چیزی رو در مورد قوه قضاییه ما میگه در مورد وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی میگه؟ خب ببینین خیلی عوامل وجود داره اگر بخوایم به گذشته برگردیم. حکومت ایران در گذشته اینقدر جوان رو صدمه نمیزد، جوان روزنامه نویس، جوان فعال مدنی، که اینها وادار بشن که بعد از مثلا بعد از اینکه از زندان رها میشدن یا میشوند اینا از کشور رو ترک بکنن. بنابراین با این حجم از نیروی جوان در میدیای خارج از کشور مواجه نشده بود و من به یاد نمیارم که ولی به یاد میارم که دو سه مورد پیرامون من از خانواده های مجاهدین تحت فشار بودن، این رو به خاطر میارم، ولی به خاطر نمیارم که مثلا کسی که فرزن پدرش یا کسیش در بی بی سی کار میکرد یا در بی او ای کار میکردن اینها مورد تهدید قرار گرفته باشن. این ناشی از ترس حکومت با شرایط و مشخصات و ویژگی های کنونی ایران هست. این ترس باعث شده که کارهای فراقانونی بکنه، یعنی دیگه این رو حتی نمیشه مصداق فقط نقض حقوق بشر دونست، بلکه باید گفت این مصداق نقض قوانین داخلی ایرانه. برای اینکه اگر کسی مثلا فرض کنید به علت گویندگی بی بی سی یا وی او ای یا رادیو فردا این متهم شناخته میشه، خب این اتهام اصلا سرایت نمیکنه به پدرش، مادرش، خواهرش، نامزدش، شوهرش، زنش یا دیگر افراد خانوادهش و این نقض بسیار صریح قوانین داخلی ایرانه که متاسفانه این رو هم انکار میکنه دولت ایران، هرچند که شهود فراوانی براش وجود داره و روزنامه نویس هایی که جدیدن اینها دستگیر شدن حتی دیگه مقامات قضایی گفتن به علت ارتباطشون با نهادها و میدیای بین المللی بوده که ما دستگیرشون کردیم. خیلی بیرو در وایستی دارن میخوان کمترین روزنه ها رو بر مردم ایران و کمترین پنجره ها رو به سوی جهان به روی مردم ایران ببندن و به عقیده من هرچند که در کوتاه مدت توانستن که 70 میلیون جمعیت ایران رو به هر حال زیر سرکوب تا حدودی ساکت نگه دارن، ولی نمیتونن به این وضعیت ادامه بدن و به هر حال آقای لاریجانی باید یواش یواش جاشونو بدن به دیگران و وظیفه ما از این به بعد این است که مثلا این گروه نمایندگان رو اگر که واقعا درس قاطع داریم که اینا خیلی هاشون اعضای وزارت اطلاعات هستن، ما وظیفه داریم که با استفاده از فضای بازی که در این زندگی میکنیم این رو گزارشگری کنیم در جهان و گزارشگری کنیم وضعیت خانواده ها رو بیش از اون چی که تا حالا گزارشگری شده، چون این دیگه اصلا مصداق حتی اون جرایمی هم نیست که بیدلیل وارد قوانین ایران شده، دیگه این مصداق یک جور قلدری و زورگویی خودش بچه های جوان روزنامه نگار حرفه‌ای رو یه کاری میکنه که بیان بیرون از کشور و
و خب اینا معلومه که جذب جاهایی میشن که با حرفه و تخصصشون ارتباط داره و بعد اون وقت این خانواده ها رو متهم میکنه که بچه هاتون رو جاسوسن و شما اونا رو برگردونید. خیلی خیلی موضوع عجیب و پیچیده ایه و هر حال کار ما مثل این که خیلی سخت‌تر خواهد بود در آینده. درسته، یه نکته جالبی من اشاره کنم در خصوص همین گزارش، که در گزارش اولا برای کسی که تازه به این برنامه ملحق شده، به برنامه که سایت بالاترین در قسمت بالا ویژن به حال داره تدارک دیده، تا دقایق دیگه آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در زمینه امور ایران گزارش خودش رو مطرح خواهد کرد. بلافاصله بعد از اون مقامات ایرانی جواب خودشون رو خواهند داد، البته کشورهای موافق مخالف هم صحبت خواهند کرد و ما در انتظار این جلسه هستیم. یکی از مواردی که در گزارش آقای شهید مطرح شده بود در خصوص وکلای حقوق بشر بود. شما خودتون وکیل هستین، خیلی از این افراد همکار شما بودن سالها، با اینا آشنا هستین از نزدیک و در این به هر حال خانم ستوده، آقای سلطانی، آقای دادخواه و دیگر وکلای حقوق بشر که اساساً امکان وکالت برایشون در داخل کشور نیست و علاوه بر اون با به خاطر دفاع از مدافع زندانی سیاسی، زندانی عقیدتی داخل وارد زندان میشن، یعنی متهم میشن، حکم زندانی میگیرن و الان خانم ستوده مثلا 6 سال بعد زندان حبس بکشن به خاطر اینکه در مورد موکلاشون صحبت کردن. اینها یکی از مواردی در مورد خانم ستوده هست، آزار و اذیتی هستش که به خانواده ایشون روا داشته شده، ممنوع خروج کردن دختر ایشون بوده و آزار ممتدی که به اینها به حال برای اینها بوده و دادرسی غیر عادلانه که بر اساس اتهامات این افراد محکوم شدن که اتهامات هیچ جنبه حقوقی نداره و این به نظر میرسه که تنها یک مسئله غیر مسئله کاملا امنیتی و سیاسی هستش. در جواب ایران خیلی جالب هست، اخو آقای شهید خیلی واضح و خیلی مشخص موارد رو مطرح کردن که در مورد خانم ستوده 1, 2, 3, 4 و در مورد آقای سلطانی 1, 2, 3, 4، در مورد آقای دادخواه 1, 2, 3, 4، جواب شما چی هست؟ در مورد این بخش حکومت ایران خیلی جالب، مثل بخشی که قبلا در موردش صحبت کردیم، مثل بخش زنان که در مورد دستاوردهای زنان در این 20 سال اخیر صحبت کردن اینها و سعی کردن یک جور ماجرا رو بچرخونن و به قول امروزی ها بپیچونن و اینها، اومده گفته که در ایران نمیدونم 40,000 تا ما وکیل داریم یا همچین عددی، این همه وکلا آزاد هستن که کارشون رو انجام بدن، ما در مورد وکلا این کارا رو کردیم اینها، و در مورد این چند تا وکیل خاص اشاره کردن که این افراد عضو کانون مدافعان حقوق بشر بودن، همون کانونی که خانم عبادی و آقای سیف‌زاده و جمعی از دوستانشون تأسیس کردن اینها، و این کانون به عنوان یک نهاد به هر مدنی مجوز نداشته و به خاطر اینکه مجوز نداشته این افراد نمیتونستن اونجا فعالیت بکنن، و دوم اینکه افراد با رسانه‌های خارجی صحبت کردن در خصوص پرونده ها و خانواده ها رو تشویق کردن که با رسانه‌های خارجی صحبت بکنن و موارد از این دست که اساساً به نظر من کسی که یعنی اون چیزی که به نظر من متوجه نمیشن در داخل ایران و اون کسی که مینویسن اینا، کسی که این جواب رو حتی بخونه با اینکه خیلی کلی هست، با اینکه خیلی ناصحیح و نادرست هست، کسی که این جواب بخونه تصویری دقیقی از وضعیت جمهوری اسلامی میگیره. یعنی شما نمیتونی از آزادی بیان دفاع بکنی بعد بگی من وکیلم و وکیلی که رفته از موکلش دفاع کرده و در مورد وضعیت موکلش با رسانه ها صحبت کرده رو انداختم زندان. یعنی تناقض خیلی واضحی هست و آقای شهید چی بیشتر از این میخواد که حکومت ایران با این جوابا به دست خودش باز بکنه؟ یعنی بیاد از آزادی بیان دفاع بکنه که ما در قانون اساسی خودمون همون که در این گزارش اومده آزادی بیان داریم، ایران که از آزادترین کشورهای دنیا هست، و در این حال بگه من وکیل کشورمو کردم زندان 6 سال 8 سال 9 سال به خاطر مصاحبه کردن با رسانه‌های خارج از کشور، به خاطر اطلاع رسانی کرده در مورد وضعیت موکلاش. و این به نظر من نکته خیلی جالبی هست که حالا یا به شیطنت برخی افراد خواستن بذارن که یک جوری، و اون کسی هم که
زیر این گزارش رو امضا کردم متوجه نشدم که عملا این بند این گزارش تناقض‌آمیز هستش و شما ببینید در مورد اعدام ها مثلا در جواب دولت ایران پاسخی داده میشه که اساسا معلومه که فهمی نسبت به مسئله اعدام اینکه در خارج از ایران و در مجامع بین المللی و بر اساس قوانین بین المللی چجوری دیده میشه ندارن. مثلا تاکید خیلی زیادی کردن در اینکه خیلی از اعدام های انجام شده در ایران متهم های مواد مخدری هستن و این بحث ها و دفاع کرده از اینکه اون قوانینی که در کشور ایران هستش اینها تضمین میکنه همچین چیزی رو و این قانون کشور هستش و خواسته که در یه فصل دیگه البته که این مسئله حقوق بشر این مسئله فرهنگی هم هستش و ما نمیتونیم که این دخالت حساب بشه از این حرفا، در حالی که حتی در مورد متهمای مواد مخدری به هر حال یک روند دادرسی باید صورت بگیره. ما در طول چند سال گذشته به طور مشخص در زندان وکیل‌آباد مشهد صدها مورد اعدام داشتیم که این اعدام ها حتی توسط رسانه های دولتی اعلام نشده، یعنی نگفتن که آقا مثلا امروز در این زندان 10 نفر به این نام های مثلا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 اینا اعدام شدن. این افراد قبل از اینکه جونشون از دست بدن و پای چوب دار برن این افراد با خانوادهشون صحبت نکردن، با وکیل صحبت نکردن، جریان دادرسیشون جریان دادرسی عادلانه نبوده، فرصت دفاع از خودشون نداشتن. اگر حتی بر اساس قوانین ایران اعدام وجود داره، اگر حتی بر اساس قوانین ایران این احکام رو قضات میتونن صادر بکنن، ولی چرا این افراد از دادرسی عادلانه برخوردار نیستن؟ این نقطه کوری هستش که در جای جای جواب ایران به گزارش آقای شهید مشاهده میشه که مسئله دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل، مسئله دفاع متهم از به قول معروف خودش در دادگاه ها و متناسب بودن جرم با مجازات و مواردی از این دست کاملا روش یک خطی کشی شده بهش اصلا پرداخته نشده و نشون میده که جواب دولت ایران، یعنی دولت ایران عملا خواست، یعنی هیچ جوابی براش نداشته که بده، یعنی میتونه مشخص وارد بشه بگه که چرا خانم ستوده باید 6 سال در زندان باشه و این چه تناسبی هست بین مجازات و جرم. مصاحبه با شبکه مثلا ایکس یا ایگرگ، مصاحبه با وبسایت نمیدونم رادیو فردا یا صدای آمریکا، هر جایی که مصاحبه کردن، چرا 6 سال بعد برای ما برای ایشون بعد مجازات بکشه یا افراد دیگه، آقای سلطانی، آقای دادخان و به همین ترتیب است. یه تحلیل کلی از جواب ایران به نظر من آقای شهید امروز روز خیلی خوبی داره. حقیقتش خانم کار وقتی من نگاه میکنم، وقتی شما این گزارش ایران رو بخونید، آقای شهید براش جواب دولت ایران یک جواب بسیار دلپذیری هست، چون در تک تک این موارد اولا حرفه آقای شهید رو نقض نمیتونه بکنه و فقط میگه که شما رو به این توجه کردید، به ایران توجه بکنید. دوما مطالبی رو مطرح میکنه که عملا تایید کننده حرفای گزارشگری ویژه هستش، که عملا در یه بندی که در مورد از حقوق زنان دفاع میکنه، از اون بعد داره میگه که آزادی بیان ندارن. در وقتی که داره از آزادی بیان دفاع میکنه در کشور، میگه که قوانین ما چقدر مشکل دارن و ما چقدر چه تعریف محدودی از آزادی بیان داریم. وقتی از اعدام ها صحبت میکنه مشخص میشه که چقدر سیستم قضاییشون ناکارآمد هست، یعنی در هر بخشی بخش دیگه خودش رو نقض میکنه و به نظر من برای کسایی که به صورت فنی با این جواب مواجه میشن، برای دیپلمات های کشورهای مختلف، برای اعضای شورای حقوق بشر که به هر حال مسلط هستن به ترمینولوژی، به ادبیات حقوق بشری، به تعهدات بین المللی، اینها برای اینها خیلی واضح هستش که جواب دولت ایران عملا جواب دولت ایران عملا نشون دهنده وخامت وضع ایران هست و اینکه دولت ایران داره از زیر بار پاسخگویی و مسئولیت پذیری فرار میکنه. این به نظر من نکته خیلی جالب توجهی بود که نمیدونم چجوری اینا فکر میکنن در داخل کشور، وقتی که آقای لاریجانی چون به هر حال خارج رفته است و با این مسئله آشناست، تنها کسی است که در هیئت ایرانی میتونه راحت انگلیسی صحبت بکنه، این تصور آیا نمیدونم آیا واقعا میدونه ایشون که در یقه داره چیکار میکنه، یا اینکه
به هر حال با حقیقتش برای من نوعی که دارم مشاهده میکنم خیلی فهمش دشوار است. شما چه برداشتی دارین؟ یعنی واقعا این تناقض و این جوابایی که میدن و این به قول معروف تناقضایی که در بافت و ساخت پاسخ ایران به جواب به گزارش گزارشگر هست و چجوری شما میبینید خانم کار؟ من گمان میکنم که خب آقای لاریجانی کاملا آگاه، آدم ناآگاهی نیست، کاری به سوابق و کارنامه فسادش نداریم، ولی درس خونده امریکاست، انگلیسی خوب میدونه و به هر حال آدمی در این شرایط یقینا میدونه که بحث حقوق بشر با این گونه واکنش هایی که اینها دارن نسبت بهش نشون میدن در ایران روز به روز وخیمتر میشه و ایران را در جهان خیلی خار و خفیف میکنه و منزوی میکنه، منزوی تر از اون چه که هست و روی بیشتر مناسبات و روابط بین المللی با ایران اثر میذاره. کما اینکه شما گفتین احتمال داره امروز دولت هند رأی ممتنع بده. دولت هند دولتی که روی روابط اقتصادی با ایران سرمایه گذاری کرده برای آیندهش، برای ابرقدرت شدنش میخواد که ایران رو از نظر اقتصادی کاملا در حیطه و انحصار خودش قرار بده. پس بنابراین اگر یه همچین دولتی از رأی مثبت به نفع جمهوری اسلامی عدول بکنه و بره به سمت رأی ممتنع یا دیگر دولت‌ها، این به طور کلی نشانه است برای اینکه آقای لاریجانی داره صدمه میزنه به همون نظامی که این همه بهش امکانات پولسازی میده و به برادرانش و به خویشاوندانش. و این در هر حال من یه نکته رو دلم میخواد اینجا یادآوری کنم و تکمیل کنم سخنان شما رو درباره بحث وکلای دادگستری ایران. ببینین وکالت یه صنفه، حالا صرف نظر از اینکه یک وکیل بخواد از یک متهم سیاسی دفاع بکنه یا از متهم به قاچاق مواد مخدر یا هر متهم دیگری، حق این رو داره که دفاع بکنه، ولی باید حتما یه سازمان صنفی مستقل وجود داشته باشه که بتونه از حقوق صنفی این وکیل حمایت بکنه. ما الان در ایران مشکل مضاعفی داریم. کانون وکلای دادگستری ایران استقلالش مخدوش شده. کانون وکلای دادگستری ایران در این حال الان در برابر خطرات جدیدی قرار گرفته که حتی میخوان به صورت کنونی هم تحملش نکنن و به صورتهای دیگری از بین ببرنش. از طرفی اینا دارن نیرنگ میذارن، یعنی کاری میکنن که اتهامات وکیل مدافع امنیتی بشه که کانون وکلای دادگستری اساسا نتونه وارد این حوزه بشه. وکالت رو کاملا آسیب پذیر کردن و اطلاعاتی که ما الان داریم از ایران این است که هیچ وکیلی حاضر نیست پرونده یک متهمی رو که فعال مدنی، فعال مطبوعاتی قبول بکنه و این شاید به نظر آقای لاریجانی بزرگترین دستاورد رژیمش بوده، ولی به نظر من بزرگترین زیانی بوده که به اون کشور وارد شده. و در هر حال نظام سرکوب وکیل دادگستری براش یک خطره. حرفی نداره که تعداد وکلای دادگستری زیاد بشه، ولی حرف داره که وکلای دادگستری وارد این پرونده ها بشه. من اینجا دلم از همه جریان حقوق دارم که هم گزارش آقای احمد شهید رو به دقت مطالعه بکنن و هم شروع کنن لااقل در محافل خودشون درباره اون بحث کردن درباره جنبه های حقوقی موضوع و پاسخ های دولت ایران. ما یک بخش بزرگ و خیلی عظیمی از دانشجویان حقوق در ایران داریم، دختر و پسر، و خیلی خوب است اگر که اینها مشارکت بکنن در تحلیل این گزارش و اون پاسخ ها، هرچند که نتوانن در ایران منتشر کنن، ولی به صورت ناشناس میتوانن اینها رو در اختیار فضای مجازی قرار بدن. بله، این نکته که خیلی جالب هست، الان ما داریم نزدیک میشیم به این جلسه و صحبت آقای شهید، یک
موضوع اصلی در واکنش آقای شهید در دور قبل این بود که حمله کنه به کشور آمریکا و آقای شهید رو تلاش بکنه که بس بکنه با آمریکا و بگه که این گزارشگر آمریکایی هستش، نمیدونم با آمریکایی‌ها میره میاد و اینجور بحثی که از این بحث کنید. در تلویزیون یادتون باشه چند روز پیش در یه برنامه‌ای که برنامه گفتگو که در تلویزیون داشت آقای لاریجانی که لینکش هست حتما روی اینترنت، منم روی اینترنت دیدم، آقای لاریجانی به طور مشخص متهم کرد آقای شهید رو به آمریکایی بودن و وابسته بودن و خواست اصلا وارد بحث نشه و خواست که اینو یک توطئه ای از سوی آمریکا قلمداد بکنه. و من حالا نظر شما رو می‌خوام بدونم، ولی حدس خودم این هستش که آقای شهید امروز، یعنی آقای لاریجانی، حتما حمله خواهد کرد و با توجه به بحثی که مطرح شده و حتما این بحث رو، این روایت رو، این به قول معروف روی کرد رو خواهد داشت. و هرچند که در دو سال گذشته همیشه زده خودش عمل کرده، جواد لاریجانی در موقعیتی نیست که بخواد که چنین صحبتایی رو بکنه. وضعیت حقوق بشر در ایران جوری نیست که آقای لاریجانی بخواد که بیاد که متهم کنه. این برگی که ایران میخواد رو بکنه همیشه این برگ کهنه ای هستش که ایران همش میخواد که مکانیزمای سازمان ملل رو زیر سوال ببره. و به نظر من وقتی شما در قالب سازمان ملل نگاه کنی شرم‌آور هستش. ایران یکی از سازمان‌ها، یکی از کشورهای سازمان ملل هست. این سازمان یک سازمان بین دولتی هستش. ایران اونجا رأی داره، ایران اونجا حق عضویت میده و زیر سوال بردن مکانیزمای مختلفش عملا به ضرر ایران تموم میشه. جواد لاریجانی دیپلماتی که داره به ضرر ایران کار میکنه، داره به ضرر موقعیت سیاسی ایران کار میکنه. هیچ دیپلماتی در چند سال گذشته به نظر من به اندازه جواد لاریجانی در منزوی کردن ایران در مجمع عمومی و شورای حقوق بشر کمک نکرده. اتهاماتی که به احمد شهید میزنه به دیپلماتی که به هر حال صحت و سلامتش به لحاظ حرفه‌ای بسیار مورد تایید همه کشورها هستش، کشور عضو هستش، واقعا هیچ کمکی به جواد لاریجانی نمی‌کنه. کسی که خودش در داخل کشور پرونده داره، کسی که در داخل کشور برادرش رئیس قوه قضاییه است و یک متهمی رو میگیره و به توصیه رهبری 24 ساعت بعد به خاطر مصلحت آزادش میکنه و خودش نشون دهنده همون که شما گفتین دیگه استقلال قوه قضاییه اصلا پر واقعا وجود نداره. کسی که در این همچین وضعیت بسیار ضعیفی به لحاظ بی‌طرف هستش، به لحاظ درگیریش در های اقتصادی هستش، نمیتونه در یک مورد شخصی که صحت و سلامتش مورد تایید است و در ضمن به خاطر کاری که میکنه پول دریافت نمیکنه. آقای شهید یه دیپلمات بسیار خوشنام مالدیوی که به هر حال در موقعیت مختلف در سازمان ملل خودش نشون داده. این بحثه آقای لاریجانی امروز اگر که بخواد که از این خط پیروی بکنه، یعنی به استقبال صحبت آقای لاریجانی میریم، اگر بخواد به اون سمت حرکت بکنه به نظر من باز به منزوی کردن ایران منجر خواهد شد، باز باعث خواهد شد اون چند کشوری هم که بعضی موقع به هر حال یک رأی ممتنع به ایران میدن خودشون رو عقب بکشن و ببینن که با یک همچین گروه گستاخ و گروه بیادب، میتونم میگم در عرف دیپلماتیک واقعا بیادب، چون دفعه قبل آقای رئیس جلسه از آقای لاریجانی خواست که ادب رو رعایت بکنه و شأن جلسه رو نگه داره، یه همچین کسی به نظر من عملا ممکنه که برای دوستان خودش در وزارت اطلاعات، دوستان خودش در پستوهای وزارت اطلاعات و در خانه های امن به هر حال لبخندی به لبای اونا بیاره، ولی جواد لاریجانی با این کار باعث انزوای بیشتر ایران خواهد شد، باعث خواهد شد که عزم کشورهای عضو شورای حقوق بشر به نظر من بیشتر جذب میشه برای اینکه به هر حال رو مسیری که هستن ادامه بدن. من پیش بینی میکنم که قطعنامه علیه ایران صادر خواهد شد، قطعنامه در ماه سپتامبر هم صادر خواهد شد و این وضعیت ادامه دار خواهد بود. و یکی از عوامل به نظر من مهمش حضور جواد لاریجانی به یک عنوان به عنوان یک عنصر مسئله دار در رأس هیئت دیپلماسی حقوق بشر ایران هست و اینکه به جای پاسخگویی به موارد نقض حقوق بشر که در 169 مصاحبه احمد شهید در گزارش 4 اومده، به جای اینکه اونا رو بهش پرداخت کنه به یک ادعاهای بی بنیان و بی پایه‌ای مانند وابستگی احمد شهید به آمریکا میکنه. و واقعا مگر یعنی واقعا یه جمله بگم تمام کنم در خدمتتون هستم که احمد شهید به من گفتن همین الان که آقای شهید وارد جلسه شده، آقای شهید وارد سالن شده، کشورهایی که الان دارن در مورد میانمار صحبت میکنن چند بیشتر نیستن و بنابراین تا دقایق دیگه احتمالاً ببخشید برمه در مورد برمه صحبت میکنن، گفتن که 4 تا 5 تا بیشتر نیستن
انجیوها و بنابراین آقای شهید انتظار میره که صحبت بکنه، الان اسکورتشون کردن داخل سالن هستن. بنابراین از بحث منحرف شدم که یه آپدیت بدم در خصوص جلسه امروز، ولی در مجموع امروز این برخورد سیاسی جواد لاریجانی به عنوان مسئله دارترین دیپلمات ایرانی به نظر من میتونه باز یک ضربه دیگه رو به پرونده حقوق بشر ایران بزنه و عزم کشورهایی که پیگیری میکنن رو جدیتر بکنه و امیدوارم که به هر حال ببینیم چه جوری خواهد شد. خانم کار شما بالاخره با این افراد بیشتر آشنا هستید، میدونید چه جوری بحث میکنه. بله، من تصور نمی کنم اتفاق متفاوتی امروز بیفته از نظر برخورد آقای لاریجانی به عنوان رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با دفعات قبلی. و من همیشه وقتی سخنان آقای جواد لاریجانی رو میشنوم یا میخونم در مطبوعات، به نظرم میرسه که آقای جواد لاریجانی خیلی پتانسیل داره و خیلی استعداد داره برای اینکه مثلا نمایندگی از تفاولگران مرتبط با حکومت ایران رو در جوامع جهانی به عهده بگیره و یا نمایندگی از زندانبانان و شکنجهگران و بازجویان شکنجهگر رو. و چیزی که اساسا نمیاد به قامت ایشون بحث‌های حقوق بشریه. ولی اینجا میخواستم آقای امید، شما مفصل صحبت کردی راجع به این بحث، ولی ما از برخورد با یک شخصیتی مثل آقای جواد لاریجانی در امر حقوق بشر ایران مجبور میشیم کلیت نظام رو داوری بکنیم. اصلا نه فقط آقای جواد لاریجانی، آقای جواد لاریجانی رو کی منصوب کرده؟ کی اصرار داره برای اینکه همواره بیاد پاسخگو باشه؟ آیا اصلا غیر از آقای جواد لاریجانی ما در ایران حقوقدان نداریم؟ که اصلا تردید دارم ایشون حقوق خونده باشه، ولی ما این همه اساتید حقوق، نمیگم اساتید حقوقی که حالا اخراجم شدن، اصلا اساتید حقوق خود جمهوری اسلامی رو داریم که بسیار ناراضیان از وضعیت حقوق بشر در ایران و یا بازنشسته هستن یا همین الان هم هنوز اخراج نشدن و بازنشسته نشدن. ما در ایران به اصطلاح قحط الرجال نداریم در امر حقوق، ما خیلی زیاد نخبگان حقوقدان داریم در ایران. ولی چه کسیه که اصرار داره آقای جواد لاریجانی انتخاب بشه و بیاد محافل بین المللی و اینجور تیشه به ریشه ما و حیثیت ملی ما و آینده سیاسی مردم ایران و آینده اقتصادی مردم ایران بزنه؟ ای کاش میتونستیم که این رو بیشتر بشکافیم که خب کار ما نیست، ما بحثای حقوق بشری داریم، ولی نشون میده که چقدر این سیستم بیماره و آمران تا چه اندازه تابع چپاولگران هستن. و به نظر من این نکته بسیار مهمیه که مردم ایران هم ازش اطلاع دارن و به همین دلیل توجه نمی کنن به ادعاهای که اجرا نمیشه اساسا و آقای لاریجانی مبتکرش هست در محافل بین المللی. در هر حال من انتظار خیلی رفتار مشعشع و حقوق بشرانه‌ای رو امروز هم از آقای لاریجانی ندارم، ولی با همه اینها امیدوارم اشتباه بکنم و امیدوارم ایشون بالاخره متوجه اون تهدیدها و واقعیت‌هایی شده باشه که متوجه مردم ایرانه و حتی متوجه خود ایشون در جای یک مهره حکومتی است. برای دوستانی که دارن الان دنبال میکنن از طریق بالا ویزون، تا دقایق دیگه آقای شهید گزارش خودشون رو در مقر شورای حقوق بشر در ژنو ارائه خواهند کرد و همکنون به من گفتن که آقای شهید الان در داخل سالن هستن، اسکورشن داخل سالن اومدن و جلسه بررسی پرونده برمه تا دقایق دیگه به پایان خواهد رسید و در دقایقی که در خدمت شما بودیم با همراه خانم مهرانگیز کار در خصوص این گزارش و در خصوص جواب ایران و در خصوص تحولات پیش رو، در خصوص اینکه چه چشم‌اندازی رو ترسیم می‌کنه صحبت کردیم.
اون چیزی که الان به نظر من یه سوالی هستش که مطرح شده در برای بالا ویزا و افراد مطرح کردن، مسئله این هستش که ما چجوری میتونیم آینده رو ترسیم بکنیم، یا حداقل آینده چجوری میبینیم که این فشار تاثیر بذاره. من خودم نظرم این هستش که کما که در مورد کشورهای دیگه هم بوده، اهرم‌های بین‌المللی به نظر من اهرمایی هستش که باید همچنان در کار باشه. اگر که 6 ماه، 1 سال، 2 سال جواب نمیده، این بحث نیستش که ما بگیم که این به قول معروف اهرم‌ها نباید باشه چون که جواب نمیده. این چراغ باید همیشه در روی وضعیت حقوق بشر ایران باشه، به قدرتمندی هم باشه، با حمایت بیشتر مردم باشه، فعالان حقوق بشر باشه. و چرا که اگر که این مکانیزم ها نباشه، این اهرم ها نباشه روی حکومت ایران، به مراتب وضعیت بدتر خواهد شد. با این همه فشار سیاسی که وجود داره، دولت ایران این کارا رو انجام میده. تصورشو بکنید که اگر نبود چیکار میکرد. به علاوه این اهرم ها جا رو باز میذاره برای وقتی که به هر حال حکومت ایران تغییر تحولی درش اتفاق بیفته، بتونن که به هر حال تأثیری بیشتری بذارن، به این نحو که به هر حال دولت ایران در یک مقطعی الان خودشو منزوی کرده به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، و هیچ اعتباری برای این مجامع قائل نمیشه. ولی در یک مرحله بعد دیگه بگه که کافیه، و بعد بگه که بالاخره من میخوام به جامعه برمانه بپیوندم و این همه صدمه اقتصادی و سیاسی و موارد مختلف رو تحمل نکنم. و یکی از موارد اون موقع بهبود وضعیت حقوق بشر هستش که نه یه مسئله آمریکایی، نه مسئله اروپایی، نه مسئله آسیایی، این مسئله انسانی هستش. اگر خیلی از کشورها، برای کسایی که نمیدونن که این مکانیزم یکی دنبال نمیکنن از نزدیک، اگر خیلی از کشورهایی که به هر حال در شورای حقوق بشر به ایران رأی میدن، گزارش تایید میکنن و از ایران میخوان که وضعیت بهبود ببخشه، این رأی میدن، دلیلش فشار داخلی سازمانهای حقوق بشری، سازمانهای مدنی اون کشور هست، دلیلش فشار رسانه های اون کشور هستش. کشورهای خیلی از کشورهای دموکراتیک نمیتونن بیان اونجا و به ایران روی خوش نشون بدن، چراغ سبز نشون بدن و از ایران حمایت بکنن، یا به جوابای ایران به به و چه چه بگن و فردا دیپلماتشون برگرده بره پایتخت خودشون. اونجا رسانه‌ها به سوال می‌کشن اونجا که شما چجوری از یک دولت مستبد حمایت کردید؟ مگه شما نسرین سوتا رو نمی‌شناسید؟ مگه شما ادامه‌ها رو در ایران نمی‌بینید؟ آمار ادامه‌ها رو مگه شما نمی‌بینید که وکلا داره بهشون چه سرشون میاد؟ بنابراین این کشورهای دموکراتیک نمیتونن رأی ندن. حالا شما دولت ایران بیا بگو که سیاسی هستش، بگو که دولت آمریکا سیاسی میکنه. خود دولت آمریکا این دولت ایران در سال گذشته گزارش براش مطرح شد، گزارشگری ویژن عمل گزارش مطرح شد و صدها مورد بود و از دادگستری آمریکا افرادی بودن یاد کارشناسی و مجبور بودن پاسخ بدن. اونا میدونن که بالاخره کشور دیگه اگر مواردی هست بعد بیان پاسخ بدن و نمیتونن همه رو متهم بکنن. خیلی از کشورها حالا سوال میکنن که آقا کشورهای دیگه چی رو جواب میدن. خیلی از کشورهایی که فقط سازمان ملل که فقط در مورد ایران که نیستش، که ایران فقط یه عضو از 180 کشور هستش، در خیلی از کشورهایی که میان اونجا جواب میدن، جوابشون اینجوری هستش: خیلی ممنون از مشارکت شما، خیلی ممنون از وقتی گذاشتین، خیلی زحمت کشیدین کارا کردین، ما با گروه های تخصصی میشیم صحبت میکنیم، برخی موارد براش جواب داریم، برخیش هم به کمک شما احتیاج داریم، در مورد فلان وضعیت مثلا ما پول میخوایم، در مورد وضعیت زندان ها مشکل مالی داریم به ما کمک بکنید، در مورد وضعیت فلان ما مشکل تخصصی داریم به ما کمک بکنید، در مورد فلان جا نیروی کمکی میخوایم به ما نیرو بدین. یعنی میان اونجا وارد گفتگو میشن که موارد حل بکنن. اینجوری نیست که از همون اول بشینن اول بگن که آمریکا و نمیدونم اسرائیل و اینا نشستن پشت احمد شهید و صبح دارن تزریق بهش میکنن که بره جلو در مورد حقوق بشر ایران صحبت بکنه. بنابراین به نظر من این چراغ باید باشه، این مکانیزم باید باشه. تاثیرش چقدر هست؟ تاثیرش بسیار تاثیر مهمی هست، از جهت اینکه فشار سیاسی رو دولت ایران میذاره، از جهت اینکه هیچ اتفاق در داخل ایران نمیفته که بیرون داخل از کشور اینو متوجه نشه، و این مهم هستش که ما بدونیم چه اتفاقی میفته. این مهم هستش که مقامات ایرانی بدونن، اگر امروز نه سال دیگه، اگر امروز نه 6 ماه دیگه، 2 سال دیگه بعد پاسخگو باشن. تمام مواردشون ذکر هستش. جواد لاریجانی بزرگترین دروغگوی تاریخ 10 سال گذشته ایران، این پرونده‌اش ثبت هست، شما کارنامه داره برای خودش، در تمام مجامع شرکت کرده، حق افراد خورده شده رو نادیده گرفته، آه مادرایی که بچه‌هاشون از دست
دادن رو پارسال پیارسال بعد از اتفاق نادیده گرفته، این باید پاسخ باشه. بنابراین اگه میپرسین که مثلا بعضی دارن پرسیدن که چرا باید که این مکانیزم باشه، باید باشه برای اینکه اتفاقات خیلی خوبی خواهد افتاد، حتی اگر برای ما الان ملموس نباشه، حتی اگر برای ما الان دقت نداشته باشه. بله، من یه چیزم اضافه میکنم به اونچه که شما توضیح دادید. خانم کار ببخشید، بعضی از مخاطبان هم میگن که ما خانم کار خیلی دوست داریم. گفتم من میدونم شما بگم که خدا رو دیگه. در هر حال من فکر میکنم که باید همه ما بازم به صبر خودمون اضافه کنیم، حالا ما که خارجی، مخصوصا اونایی که داخل کشور هستن، و یادشون باشه که دراز مدت جواب میده سازوکارهای سازمان ملل متحد. و وقتی که خیلی ناامید میشن، خوب فکر میکنن اگر این هم نبود چه کار میکردن، اگر این دریچه هم نبود چطوری با دنیا حرف میزدن. ما میدونیم که به هر حال سازمان ملل مشکلاتی داره، کندکاری داره، و اساسا بایدم یادمون باشه که در یک جهانی به این بزرگی و با این تنوع مردم و تنوع حکومت ها نمیشه که یه پلیس وجود داشته باشه اون وسط و بلافاصله یه دولتی رو سرنگون کنه، یه دولت دیگری رو بیاره. این اساسا از طاقت و توان یک سازمانی مثل سازمان ملل متحد خارجه. سازمان ملل متحد رو مردم بارور میکنن، مردم پرورش میدن، و خوشبختانه مردم ایران تحت تأثیر ظلم های این 34 ساله و البته با استفاده از وسائل ارتباط جمعی تازه که باعث شده من در یک جای دنیا، آقای امید در یک جای دنیا، همه شماها در جاهای دیگه دنیا، آقای لاریجانی در ژنو، بالاخره ما داریم با همدیگه همه حرف میزنیم با مردم ایران، باعث شده که متوجه اهمیت اطلاع رسانی بشن مردم ایران. و اهمیت اطلاع رسانی به نظر من آغاز تغییر و تحول در وضعیت حقوق بشر در ایران. ما الان مواجه هستیم با کسانی مثل مادر شادروان ستار بهشتی یا بسیاری مادران دیگه که اینا مثلا یه سال پیش، نمیدونم 6 ماه پیش، اینا تو خونه داشتن فقط آشپزی میکردن، برای بچه هاشون غذا میپختن و اساسا ممکنه بی سواد باشن، ولی به نظر من آقای امید الان اینا مهمترین فعالان حقوق بشر ایران هستن. فقط من و شما نیستیم. اگر مادر ستار بهشتی نبود، موضوع ستار بهشتی این همه گسترده نمیشد در دنیا. بنابراین ما نعمتهای زیادی رو در وقت حاضر به دست آوردیم که عبارت است از فعالیت افراد عادی که اساساً وارد مقوله‌های مثل حقوق بشر و این چیزا نبودن، و حالا از برکت وسایل ارتباط جدید وارد صحنه شدن، و ورود به صحنه این افراد حتماً منجر میشه به تغییر در ایران از هر جهت، و نه فقط از حیث تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی که من خیلی بهش امیدی ندارم راستشو بخوام، ولی تغییر رو اینها دارن هدایت میکنن، شد بدون اینکه برنامه‌ای داشته باشن براش، بدون اینکه عضو حزب و سازمانی باشن. خانم کار، همین الان جلسه برمه تموم شد، اگه دوستانی که دارن نگاه میکنن برنامه رو، این جلسه برمه تموم شد و انتظار میره که بعد از این جلسه ایران باشه. فکر میکنم که دیگه بعد از این که جلسه شروع بشه ما در خدمت شما نخواهیم بود، و بنده که خودم شخصا از حضور خانم مهرنگ زیکار استفاده زیادی کردم، همیشه باعث سرافرازی هستش و به عنوان شاگرد همیشه از شما یاد میگیریم، و از بالاویژن هم واقعا تشکر میکنم که از سایت بالاترین که این امکانو فراهم کردن برای هموطنامون که بتونن که با یکی از این بتونن که این جلسه رو ببینن و حداقل در موردش بحث بشه. و فکر میکنم که تونجی من میدونم قرار هستش که این جلسه با زیرنویس فارسی پخش بشه که هموطنان بتونن دنبال کنن که چه اونا که انگلیسی بلد نیستن که بدونن که چه بحثی مطرح میشه. و به هر حال ما بنزه کافی میکنم، بنزه خیلی زیادی در مورد حواشی ماجرا، در مورد خود مکانیزم شورای حقوق بشر، در مورد جواب ایران و خود شما، در مورد خود گزارش آقای شهید
صحبت مطرح شد و امیدوارم که مورد استفاده قرار گرفته باشه. خیلی موضوع مهمی است، خیلی روز مهمی است خانم کار. من یه قبل از بریم بگم که خیلی کار خوبی کردین شما که در مورد مادر ستاره بهشتی گفتین. به نظر من اون جمله که ایشون گفت در مورد این که اگر حق من نرسی من میرم جلوی دادگاه خودم رو آتیش میزنم، این از هر جوابی، از هر گزارشی در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، این قانع کننده تر هستش و تاثیرگذارتر هستش. و اگر واقعا در ایران حقوق افراد داده میشه، یک آدمی که تا به قول شما تا سال گذشته برای بچهش غذا درست میکرد و اصلا دغدغش نبود این مسائل، باید به یک مرحله از ناراحتی، به یک مرحله از ناامیدی برسه که بگه من خودم رو آتیش میزنم جلوی دادگاه اگر به پرونده من رسیدگی نکنه. به نظر من این دیگه این جمله که شما گفتین، این یادآوری به نظر من خیلی خوب بود، چون در گزارش آقای شهیدم پرونده ستار بهشتی، مرگ ستار بهشتی، مرحوم بهشتی مطرح شده و به نظر من همه دیدن که روند پرونده به چه سمتی رفت و به کجا رسید که حالا مادرش اومد این حرفو بزنه. خانم کار، این جلسه الان داره برگزار میشه، یکی از سوالایی که مطرح میشه در خصوص این گزارش‌ها در مورد صحتش و اینا هستش، اینا من خب میدونم به هر آقای شهید از یه تیم بسیار مجرب استفاده میکنه و استانداردهای خیلی بالایی دارن در گزارش نویسی اینها. به نظر شما این چه چیزی در مورد گزارش میگه که در یه مدت کوتاهی، در چند ماه از اکتبر تا الان فکر میکنم بیان یک همچین گزارش جامعی رو بنویسن با همچین صحتی که به هر حال سازمان حقوق بشری هم تایید کرده؟ و البته بگم که 15 تا بله من شما بفرمایید که همین الان شروع شد، ظاهرا آقای احمد شهید نشست پشت میز و نمیدونم که حقیقت خواهد شد. Ladies and gentlemen, we shall now proceed with the interactive dialogue with the special rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran. We will first hear Mr. Ahmed Shahid, who will present the report. Mr. Ahmed Shahid, you have 10 minutes for your presentation. Thank you, Mr. President. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, today I wish to report that I met with the Iranian government officials last week in furtherance of what I believe is an evolving engagement with the government. I believe discussions in this meeting will possibly advance steps for future engagement, which would expand the opportunities for the government to address issues moving forward. I consider this new approach to be positive and believe that this development is the result of the constructive work and efforts of the members of the UN Human Rights Council. Mr. President, I continue to believe that the outcome of Iran's Universal Periodic Review provides a sound platform for both engagement and assessment of the government's progress in promoting respect for human rights in the country. A majority of the 123 recommendations accepted by the government relate to concerns about civil and political rights, social, economic, and cultural rights, and concerns about discrimination. My methodology, therefore, endeavors to assess progress made in these areas and is aimed at identifying obstacles to the government's capacity to meet its international human rights obligations. In pursuit of this objective, I have interviewed 268 individuals since March 2012, 169 of whom were interviewed for my current report. I have also followed a wide range of developments reported in both Iranian and international press, reviewed dozens of statements and reports issued by the government, including its third periodic report to the Committee on Economic and Social Rights, and examined dozens of reports produced by a number of non-governmental organizations, 17 of which are cited in the footnotes throughout my current report. The Islamic Republic of Iran has made some noteworthy advances in the area of women's rights. This includes advancements in health, literacy, and in enrollment rates in both primary and secondary school levels. The Iranian parliament has also recently extended maternity leave from 6 to 9 months, and the draft new Islamic Penal Code would establish a fund to equalize via or blood money payments of both genders in case of accidental injury or death. However, reports about recent policies that prohibit women's access to a number of fields of study,
further restrict women's freedom of movement, and current policies that continue to impede women's ability to hold decision-making positions in government remain problematic. In light of the aforementioned interviews and submissions, it also appears that the prevailing situation of human rights in Iran continues to warrant serious concern and will require a wide range of solutions that are both respectful of cultural perspectives and mindful of the universality of fundamental human rights promulgated by the treaties to which Iran is a party. I further regret to inform the Council that two reprisal cases were reported in the media in November and December last year. In one case, reports have maintained that five Kurdish prisoners located in Urmia prison have been charged with contacting the office of the Special Rapporteur, among other charges. These prisoners were reportedly interrogated and severely tortured for the purpose of soliciting confessions about their alleged contact with me. In its observation of my report, the Iranian government has maintained that judicial prosecution of these individuals is not considered to be an act of reprisal. However, I continue to maintain that the targeting of individuals for interaction with UN special procedures, even through adjudication in a court of law, constitutes an act of reprisal and seriously undermines the work of UN human rights mechanisms. Mr. President, unfortunately, a preponderance of reports communicated to me this past year indicate that the situation of individuals in Iran who advocate for the advancement of human rights or those that document, report, or protest against human rights violations is grave and continues to deteriorate. Interviews continue to impart that a majority of human rights defenders, including those that defend the rights of women, religious and ethnic minorities, as well as those that work to advance protections for the environment, workers and children, continue to be subjected to harassment, arrest, interrogation and torture, and are frequently charged with vaguely defined national security crimes, which is seemingly meant to erode the front line of human rights defense in the country. My current report also presents what appears to be unimpeachable forensic evidence that torture is occurring in Iran on a geographically widespread and systemic basis, and that methods applied to victims are done so systematically, as similar methods reappear in multiple testimonies submitted by individuals in cities across the country and by individuals that have recently relocated from Iran to various countries around the globe. In its observations to my current and past reports, the Iranian government has asserted that both Iranian Islamic law prohibits torture and therefore allegations of torture in Iran are invalid. However, I continue to insist that the existence of these legal safeguards does not in itself invalidate allegations of torture and does not remove the obligation to thoroughly investigate such allegations. I also remain alarmed at the high rate of executions that take place in Iran, a majority of which continue to take place for drug-related offenses, which do not meet international standards of most serious crime. Mr. President, I join the independent expert on freedom of opinion and expression, human rights defenders, and the chair rapporteur of the Working Group on Arbitrary Detention last month in calling on Iran to immediately halt the recent spate of arrests of journalists and to release those already detained, the majority of whom work for independent news outlets. We underscored our fear that the arrests carried out were part of a broader campaign to crack down on independent journalists and media outlets under the accusation that they have collaborated with anti-revolutionary foreign media outlets and human rights organizations. Prior to the aforementioned arrests, 45 journalists were detained in Iran. It is also estimated that some 40 lawyers have been prosecuted in the past 3 years and that at least 10 are currently detained, including Ms. Nasreen Sotoudeh, Mr. Abdul Fattah Sultani, Mr. Mohd Dadka, for such crimes as membership in an association seeking the overthrow of the government and spreading propaganda against the system through interviews with foreign media. Furthermore, 5 Ahwazi Arab men were convicted of, among other charges, spreading propaganda against the system and sentenced to death in connection with their founding of an Arab minority linguistic and cultural organization named Al-Hiwar. Reports from multiple sources indicate that all 5 men were mistreated or tortured while in detention and that they were not afforded fair trials. I urge the Iranian government to officially halt the execution of these cultural activists, 2 of whom are teachers, and to take every effort to investigate the aforementioned allegations.
has also been reported that 110 Baha'is are currently detained in Iran for exercising their faith, that at least 13 Protestant Christians are currently in detention in Iran, and that dervishes, members of the Yarsan faith, and Sunni Muslims continue to be subject of punitive activities, raising serious concern about the situation of religious minorities in the country. Last month, I also joined the chair rapporteur of the Working Group on Arbitrary Detention and special rapporteur on Freedom of Assembly and Association in a statement urging the Iranian government to immediately and unconditionally release former presidential candidates, Mr. Mahdi Karoubi and Mr. Mir Hussein Mousavi, and hundreds of other prisoners of conscience who remain in prison for peacefully exercising their rights to freedom of opinion and expression, of freedom of association and assembly during protests following the elections 3 years ago. I further maintain that freedom of expression, assembly and association are essential conditions for the effective exercise of the right to vote and must be fully protected. Reports or statements by Iranian officials issuing warnings against those citizens who call for a free election and suggesting these calls are conspiratorial and inimical to the Iranian state undermine the full enjoyment of Article 25 of ICPR, which requires that free communication of information and ideas about public and political issues between citizens, candidates and elected representatives is part of a free and fair election. Mr. President, lastly, I wish to express my serious concern about the potentially negative humanitarian effects of general economic sanctions imposed on the Islamic Republic of Iran, which are engendered by a number of reports. However, I wish to mention that several conflicting statements issued by various officials in the country about the effects of general sanctions have made it difficult to discern the reality of the situation in this regard. And I look forward to constructive and meaningful communications with the government of Iran in order to further investigate this matter and to further engage in dialogue that advances the government's efforts to promote respect for human rights in the country. I thank you very much. I thank you, Mr. Shahid, for your presentation. I will now give the floor to His Excellency Dr. Muhammad Javad Darijani, Secretary General of the High Council of Human Rights, to deliver a statement of the Islamic Republic of Iran as a concerned country. Your Excellency, you have 5 minutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى الأنبياء والمرسلين Mr. President, Honorable Delegations, Madam High Commissioner, Excellencies, Ladies and Gentlemen, At the outset, I would like to congratulate Your Excellency for assuming presidency of the Human Rights Council and wish you every success in your work. Mr. President, the High Commissioner stated in her statement delivered at the beginning of the 22nd session of the Council that if the UPR mechanism is a unique mechanism to monitor human rights situation across the globe. I totally share her views in universality of human rights monitoring and rejection of selectivity and manipulating UN human rights machinery. Selective country-specific resolutions will reduce human rights noble concerns to manipulative devices of political rivalry. The two parallel and repetitive reporting procedure in the General Assembly and the HRC, which were established to report about human rights situation in my country, is suffice to illustrate that this move is ill-intended. Against such fundamental assumption, the Islamic Republic of Iran unequivocally rejected creation of the mandate of this special rapporteur and would maintain this principled position in future. However, this should not be construed as Iran's lack of cooperation with the UN human rights mechanism. On the contrary, we have repeated time and again
our genuine intention to conduct constructive cooperation with the United Nations mechanisms on human rights, which are comprehensive and inclusive of all member states of the United Nations. In my meeting with His Excellency Mr. Ban Ki-moon, the United Nations Secretary General, during his recent visit to Tehran, I expressed my country's readiness to constructive engagement with the Secretary General and High Commissioner for Human Rights. Cooperation with the thematic mandate holders shall remain the principal position of the Islamic Republic of Iran. Furthermore, the Islamic Republic of Iran believes in serious cooperation with international bodies and has continuously reported to related committees on international conventions and found itself legally bound to implement his international obligations. Mr. President, the report before this August body today is a product of an unhealthy, non-objective and counterproductive exercise initiated by United States of America and its European allies. Therefore, we never expected to receive and consider a balanced and impartial report out of hostile policies of these states. This is why we have in front of us a compilation of unfounded allegations and accusations bearing, unfortunately, only the symbols of United Nations. The behavior and work of this special rapporteur, excuse me, Mr. President, in no way meets the minimum standards of fairness and impartiality. As a rapporteur, he is required to observe principle of impartiality, honesty, transparency, fairness, avoiding impacts of political pressures by conducting opinionated interviews with biased media and being prejudiced about the claims. The rapporteur has reduced himself to a political opponent acting against Islamic Republic of Iran in clear contradiction to the mandate holder code of conduct. Mr. President, furthermore, he has actively worked with the notorious terrorist group in preparing this report, a group which has the blood of more than 20,000 Iranian innocent civilians on their hands, and we have submitted to this gentleman all the records and documents. EU and the United States delisted this most notorious terrorist cult because of their political ends. And now, shedding crocodile tears for human rights in Iran. This further reflects their hypocritical approach toward human rights. There is much more to regret, Mr. President, that the special rapporteur has avoided any reference to human rights promotional policies and achievements of the Islamic Republic of Iran and its cooperation with the international human rights mechanism. Mr. President, it is further disappointing that the special rapporteur, instead of denouncing imposers of the sanctions and calling them as violators of human rights of the Iranian citizen, he is criticizing the targeted country. What is even more deplorable is that throughout his lengthy report, the special rapporteur not even once mentions the unilateral sanction imposed against Iranians by US and the EU, let alone condemning them. Such sanctions are in clear negation of the principles of international law, as well as letter and spirit of the Charter of UN. The position of the special rapporteur on these sanctions and their impacts on daily lives of the Iranians remain unclear. It is unlikely that he was unaware about the imposition of unilateral sanction against civilian population in Iran, or about impact of such sanctions on their human rights. Should not this calculated silence be interpreted as concurrence of the special rapporteurs with violations of human rights of the whole population of Iran? As a matter of fact, all members of the Council, while taking the resolution for proper voting, should not overlook their responsibility vis-à-vis the current Western assault and violation on human rights of all Iranian citizens. Mr. President,
The rapporteur apparently is neither aware of the cultural and religious background of Iran and its obligation, nor even the internationally agreed terms and languages. For instance, he condemns Iran for not having recognized lesbian and gays. None of our human rights obligation requires us to do so. His reference to terms such as marital rape is another case in point. The crucial point, Mr. President, is one thing else. It is the imposition of a special lifestyle which is practiced by some Western communities to all other nations of the world, regardless of their cultural differences and valuable human experiences. Ironically, this brutal cultural invasion and suppression is pursued under the name of human rights and its universality. Mr. President, Islamic Republic of Iran, as the most influential democracy of the region, with its leading advancement in science and technology, strongly believes that the current onslaught on human culture is the greatest crime ever committed to humanity. And let me be quite frank and clear. We as a Muslim nation and part of a huge Muslim community of the world have equally the God-given right to choose a lifestyle based on Islamic rationality and our precious culture. Universality of human rights should not be used as justification for demolishing and uprooting the most valuable experience of humanity in creation of different models of living. Rather, it should be a platform to promote respect for others and meaningful interaction. Mr. President, let me conclude. Let me conclude my remarks by rather quick reference to some current issue, which is the state terrorism. The 20th century ended while the most frequent slogan of the politicians in the USA and a number of other Western states was relentless fight with all form of terrorism. And in this theater, US was the flag leader. The scandalous situation in the beginning of the 21st century is the open, overt, and shameless resort to the same state, by the same states, to the so-called United States and a number of European allies to train, to arm, to support notorious terrorist groups and use them for their criminal objectives in the Middle East, including Islamic Republic of Iran. And more outrageous is the shameful support which is given to them by the special rapporteurs, labeling them as human rights defender. Finally, Mr. President, providing vast and baseless allegation on human rights situation in the Islamic Republic of Iran in the report by using and relying on biased sources is a proof of our position that the appointment of the country rapporteur itself came about as a result of a flawed process that suffered from political interference and subversion of human rights mechanism. With this in mind, the Islamic Republic of Iran continues to insist that the appointment of the special rapporteur was an appropriate decision that would lead to weakening of the Human Rights Council credibility as a body that must confine its activity to the provisions of international law. It is unfortunate that, like previous one, this report too fails in making any positive contribution to protection and promotion of human rights, as well as credibility of UN human rights machinery. And thank you very much, Mr. President. Thank you, Excellency, for your statement. We are presently holding an interactive dialogue on the report submitted by the special rapporteur. Participants are expected to make comments or ask questions on the report. I cannot fail to notice that the mandate holder was targeted in this statement, and the derogatory remarks and references were made against the person of the special rapporteur. This is a very serious issue. Everyone has the right to express his or her views about the report or activity of the mandate holder.
but this should remain with the accepted framework, ensuring that the sense of respect primates our discussion. In particular, no personal attacks against the special rapporteur should be made. I would also like to remind that there is a procedure in place whereby the Coordination Committee of Special Procedures or states may bring to my attention such an issue as reiterated in the Presidential Statement 8/PRST/2. With this in mind, I give the floor to the next speaker. I give the floor to distinguished representative of Sweden. Thank you, Mr. President. Sweden wishes to thank Dr. Shahid for his comprehensive report and for the substantial work conducted in ordinary circumstances. We appreciate the all-embracing approach taken and welcome the specific focus granted the human rights of women. Sweden notes with grave concern the Special Rapporteur's assessment that there continues to be widespread and systematic violations of human rights in the Islamic Republic of Iran. A negative trend is observable in the status of the human rights of women, and a number of Iranian laws continue to discriminate against women, coupled with recent revisions of laws that impact their socioeconomic rights. In June 2012, the Science and Technology Ministry announced that women sitting for the National Entrance Exam for Higher Education would be prohibited from enrollment in 77 fields of study at 36 universities across the country. Could the Special Rapporteur kindly elaborate on whether any change in this regard is detectable? Has the system been upheld, or is any trend, either positive or negative, visible? Sweden is dismayed about the continuously dire circumstances for the human rights of minorities, including religious groups, most notably the systematic discrimination of members of the Baha'i community. We also deplore the widespread use of torture in detention, as well as the escalating rate of executions, especially in the absence of fair trial standards, and urge Iran to discontinue these practices. Furthermore, Sweden considers it instrumental that media freedom, including net freedom, is respected by Iranian authorities. Dr. Shahid, could you kindly elaborate on what access people have to independent information? Sweden is alarmed about the two reprisal cases reported, wherein some 8 individuals were interrogated and tortured, accused for having been in touch with the Special Rapporteur. In conclusion, Sweden would like to express gratitude for the spirit of openness and dialogue through which the Special Rapporteur is carrying out his mandate. Thank you. I thank you. I will now give the floor to representative of the European Union. Mr. President, the EU thanks Dr. Shahid for his report and presentation. The EU is seriously concerned by the excessive number of executions carried out in the Islamic Republic of Iran, including of juveniles, in the absence of the fair trial standards prescribed by international law. We condemn the widespread use of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Your report examines continuing widespread and systematic human rights violations, including violent suppression of dissidents, detention, severe discrimination against women and members of ethnic and religious minorities, restrictions of freedom of expression, assembly and religion or belief, harassment and arrest of human rights defenders. We are also alarmed by the continuous persecution of Iranian journalists by infringements of media freedom, including on the Internet. The EU continues to raise its concerns and encourages Iran to comply with its international human rights obligations. For the past 2 years, Iranian opposition leaders Mehdi Karroubi and Mir Hossein Mousavi, as well as Mr. Mousavi's wife Zahra Rahnavard, have been under house arrest without charge. The Iranian authorities have failed to explain their arrest and detention, and we call on Iran to grant them their right to freedom of movement. We deplore the systematic harassment of members of religious minorities. We call on Iran to refrain from such practices and to ensure respect for freedom of religion or belief.
We call for the immediate release of prisoners of conscience, including pastors Behnam Irani, Farshid Fathi, Saeed Abadini, and the leaders of the Baha'i community. We strongly regret that the Iran has not cooperated with the Special Rapporteur by giving him or other UN special procedures access to Iran, despite its standing invitation, and urge Iran to do so in future. We appreciate the Special Rapporteur's outstanding work and strongly support the extension of his mandate. Dr. Shahid, the new Islamic penal code omits the penalty of stoning and reduces the range of offences carrying the death penalty for juveniles. What is your assessment on the impact of these new provisions on the death penalty in practice? Also, could you please elaborate on the restrictions to higher education for Iranian women? Thank you, Mr. President. I thank you. I will now give the floor to the representative of Venezuela. Gracias, señor. Thank you very much, President. The Bolivarian Republic of Venezuela once again manifests its refusal for the throwback practice of world powers to impose country mandates against developing countries, those which do not bow down before their imperial rulings. This seriously affects the credibility and integrity of the United Nations human rights system. These mandates hide behind the fig leaf of protecting human rights, but from the very outset, they are hallmarked by political manipulation by the dominant power, which aims to set itself up as a universal authority. They insist on using these multilateral fora to maintain their policy of aggression and hostility vis-à-vis sovereign peoples. The basis and premises of the Special Rapporteur on the human rights situation in Iran are in line with this policy of imperial aggression. They leave no major opportunity for genuine dialogue and international cooperation between peoples, which are the true instruments to be used to fight for the promotion and protection of human rights throughout the world. Iran has shown that it's willing to cooperate with the UN human rights mechanisms, with the positive results obtained within this very council as part of the Universal Periodic Review. They accepted 123 of the recommendations made by many of the states that took part in their review process, and these are recommendations that are currently being implemented. President, to conclude, the Bolivarian Republic of Venezuela once again expresses a wish for country mandates imposed by developed countries such as this mandate are once and for all done away with as part of this council work. Today, more than any time, at any other time, we must have a responsible approach when we tackle the human rights challenges. We need to do away with politicization, selectiveness, and the double standards that these mandates represent and which only heed and benefit the interventionist interests of the powers that promote them. Thank you. Thank you. I will now give the floor to the distinguished ambassador of the United States. Thank you, Mr. President. The United States welcomes the latest report of Special Rapporteur Shahid, which details the Iranian government's ceaseless campaign of abuse against all who criticize or oppose it. The international community must have continued access to this type of thorough, credible, and unbiased reporting. The Special Rapporteur's findings in this report are serious and indicative of an ongoing and intensifying crackdown on human rights defenders and civil society actors. We are greatly concerned by reports of violations of women's rights and continued use of torture. The Iranian government has harassed and imprisoned human rights defenders, women's rights leaders, bloggers, labor leaders, and members of minority communities, including Azeris, Arabs, Kurds, Baluchis, Sunni and Sufi Muslims, Christians, Jews, and Baha'is. Journalists remain under assault, with over a dozen arrested since the start of 2013. The government's severe restrictions on the internet continue to hinder citizens' ability to communicate and to access information freely. This campaign of harassment seeks to quash all remaining dissent before Iran's presidential election. We note that Iran continues to lead the world in executions per capita. Many have been executed in public after trials that did not conform to international legal obligations related to due process. Others have been harassed, arrested, or abused by security officials for peacefully expressing their views, including blogger Sattar Beheshti, who died in police custody days after his arrest. Months after Beheshti's death, reportedly as a result of torture,
Iran still has not conducted a credible investigation into his case or sought to hold his killers accountable. The United States remains concerned that Iran has refused to cooperate or allow access to the special rapporteur, despite his numerous requests. We repeat our call for the Iranian authorities to grant access to Dr. Shahid so that he may carry out his mandate. The United States is also gravely concerned over reports of reprisals against those who have spoken with or cooperated with the special rapporteur. We remind the government of Iran their obligation to allow individuals to exercise their rights to freedom of expression and association, and to allow individuals and groups to maintain contact and cooperation with the mandates of this council. We further urge them to take meaningful steps to prevent reprisals against such individuals and group. In light of these concerns and others noted in the Special Rapporteur's report, the United States calls on this Council to renew the Special Rapporteur's mandate so that the international community continues to benefit from his indispensable reporting. We have the following questions. In light of the intensifying crackdown against civil society in Iran in advance of the forthcoming election, what steps can the international community take to help ensure the safety of those Iranians most at risk for persecution? And how would you address the most recent segregationist actions against women who represent half the population? Finally, what steps should be taken to pursue concerns about reprisals and ensure the safety of those who have contact with you and cooperate with your mandate? Thank you, Mr. President. Thank you, Excellency. Ladies and gentlemen, I would like to inform you that the list of speakers is now closed. I will now give the floor to the delegation of Switzerland. Monsieur le Président. Mr. President, Switzerland would like to thank the Special Rapporteur for his report on the human rights situation in Iran. It takes up important problems related to human rights, such as the implementation of the death penalty, repressive practices against civil society, and violations of the rights of women. Moreover, ethnic and religious minorities, such as the Bahia, the Sunnis, Christians, or Kurds, are living under the threat of long-standing oppression. Mr. Special Rapporteur, we'd like to ask the following question. Switzerland is alarmed over the extensive use of the death penalty in Iran. What is your analysis of this practice, and how can the international community help to remedy the situation? Thank you very much. I thank you. I will now give the floor to the delegation of Ecuador. Gracias, señor presidente. Thank you, Mr. President. Ecuador would like to thank the Special Rapporteur for the report on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran. Ecuador has repeatedly stated that it rejects any initiative in the Human Rights Council seeking to use this body, whose supreme goal is to ensure the promotion, guarantee, and protection of human rights, to promote political and geopolitical agendas of certain states. The proliferation of individual resolutions on the human rights situation in Iran shows differentiated treatment, which is not objective, not very objective, and shows a strong political slant, which leaves no doubts as to the interests pursued by those who are promoting these documents, that is, to exercise pressure on the government of Iran so that it can maintain their anti-imperialist policy contrary to the political and economic interests. This is clear not only in this council, but elsewhere. Ecuador is a country committed to the promotion and protection of human rights in the world, and therefore we have been able to condemn any type of action that has violated these rights, regardless of the perpetrators or the circumstances. Nonetheless, Ecuador is not going to take part in this strategy of attacking in a selective way certain members of the international community using arguments such as human rights to cover up purely political intentions and using a double standard. Lastly, Ecuador, on the understanding that nothing can ever be done sufficiently to safeguard and guarantee the enjoyment of human rights, would call on the Iranian authorities to step up their work to promote and protect these rights. Along these lines, we would call on the government and people of Iran to abolish the death penalty and step up their cooperation with the Human Rights Council and other multilateral mechanisms which strive to uphold these rights. Lastly, Ecuador would like to invite the government of Iran to express its views and provide official information on the supposed violations of human rights that have been laid at its door in a transparent and efficient way. Thank you very much. I thank you. I will now give the floor